یادی سیر اندیشه شد، گفتمانهای پیرامون جهانبینی ها، تیوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. بیننده های عزیز سلام و درود. امروز یک شنبه باز هم در خدمت شما هستیم و امروز باز هم در رابطه با ایجاد و پیدایش حزب دموکراتیک خلق افغانستان که 56 سال گرد ایجاد و فعالیت های حزب دموکراتیک خلق افغانستان را صحبت میکنیم. امروز جناب نور سنگر ما با خود دارم. جناب نور سنگر سلام و درود، لطفا بفرمایید تشریف بیارید. عرض درود و سلام خدمت شما و همه بیننده هایی که امیل لحظه پای این برنامه نشستن و ما را میبینن و مشنون. سپاسگزار هستم از اینکه باز هم دعوت ما را قبول کردین. سال نو براتون تبریک میگم جناب سنگر. امیدوار هستم که همراه با همرزمایتان، رفقا و هموطنان یک جای سال نو پر از پیروزی و موفقیت و شادمانی و صحتمندی داشته باشید. سپاسگزار هستم برای شما هم لحظات شاد، سال خوش، سال پر از دستاوردها، موفقیت‌ها و صحت و سلامتی و شادابی و شادکامی براتون تمنا دارم. سپاسگزار هستم جناب سنگر. دیروز ما یک برنامه داشتیم، امیدوار هستم که دیده باشین اگر فرصت مساعد شده باشد، در رابطه با حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دو دیدگاه متخاصم یا دشمن دیروز و کسانی که امروز باید با یک فرهنگ کاملا جداگانه بحث کردن و تا در بسیار مسائل موافق بودن با هم. همین دو شخصیت از دو بگراند مختلف دعوت کردیم و شما شاهد بیدید. خوشبخت هستیم که امروز شما را دارم و دیدگاه های شما را در رابطه با شرایط ایجاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کار و فعالیتش و اندیشه ها و نظریات مختلفه که در این زمینه وجود داره و شما شاهد هستید، نظر شما را هم بشنوید بفرمایید. خب در گام نخست 56 سالگرد تدویر موفقانه اولین کنگره یا کنگره مؤسس حزب دموکراتیک افغانستان و پیشگاه تمام اعضای حزب ما و تمام روشنفکرها و زحمتکشهای افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. و تمام جامعه ایران پر از افتخار گرامی میداریم با امید ادامه موفقیت خامیز اندیشه های انسانی این حزب که بسیار بسیار حزاب دید، بسیار زیاد زحمت کشید، دستاوردهای زیاد داشت، متاسفانه شکست های زیاد را تجربه کرد. ما برای بازشناسی حزب دموکرات خلق افغانستان و باور ما نخست نیاز داریم که یک بار و ترکیب خود کنگره مؤسس از لحاظ شرکت کننده هایش نظر بیاندازیم تا ببینیم که اساساً مشکلات بعدی از کجا پیدا شد. تا امروز در مورد حزب خلق افغانستان دیدگاه های مثبت و منفی بسیار زیاد بیان شده، هم دشمن ها هم دوستا روی دستاوردهایش، روی شکستهایش، روی تمام جوانب تاریخش و مبارزاتش. اما اون چیزی را که کمتر رویش بحث صورت گرفته که واقعا زمانی که حزب دموکرات خلق افغانستان نخستین کنگره خود دایر کرد، میشد در وجود اون کنگره حزب تعریف کرد، واقعا یک حزب سیاسی را که تا
طرفداران یک تفکر، یک آرمان، یک ایدئولوژی داوطلبانه گرده هم بردن. تا جایی که به ترکیبش ایره میشیم یا نگاه میکنیم، از اون زمانی که حوزه های مطالعه به وجود آمد، روشنفکرهای در این حوزه ها جمع شدن که از مشروطه دوم شروع تا ویست سلمیان تا اتحادیه دانشجویی افغانستان یا اتحادیه محصولای افغانستان، به می ترتیب پایین‌تر می‌آیم دوره ندای خلق، حزب وطن غبار، اینا همه شکست‌هایی را که از استبداد سلطنتی دیده بودند در یک حالت قرار داشتند که جمع شدنشان در یک تشکیلات سیاسی تقریبا درشان غیر قابل باور بود. به همین خاطر هم نزاها به اینشان از اون آغاز پیش تدبیر کنگره شروع شد. تعداد زیاد از آدم ها کنار رفتن چون باور نداشتن، مثل غبار، مثل زوهما و اینا که واقعا سلطنت مجال میده برای این جوان ها. و تعداد دیگه هم که ماندن متاسفانه با گرایش های مختلف. اولا این حزب که بیشتر اتهام وارد میکنن که یک حزب ایدئولوژیک بودن. ما میبینیم که در کنگره مؤسس چهار ساحت فقط پیرامون دموکراسی ملی و دموکراسی خلقی به صورت میگیرد. این موضوع اصلا از کجا ناشی میشد؟ وقتی که کمیسیون مذهب ساختن برای تدبیر برنامه و اساسنامه حزب، گروهی که این برنامه را تهیه کرد، تدوین کرد، در رأس اسم زنده یاد ببره کارمل قرار داشت، باور داشت ما برای رسیدن به هدف غایی یا امو سوسیالیزم راهی بسیار طولانی رو باید بپیماییم. ما در شرایط فعلی در درون جامعه خود 5 ستم استخوان‌سوز در درون جامعه خود داریم که در قدم اول ما با این ستم ها باید مبارزه بکنیم. راه حل رو برای نجات مردم افغانستان از این ستم ها، یعنی ستم طبقاتی، ستم جنسی، ستم ملی، ستم استعماری. اونجا گروه دیگه که به رهبری نورآمد ترکی فقید بود، استدلالشان این بود که با حل طبقاتی مسئله تمام مسائل دیگه حل میشه. از اون موجه ما متوجه میشیم که این کنگره کنگری یک حزب سیاسی نبوده. تقریبا گرایش های مختلف، افکار مختلف، نماینده یا بقایای های سازمان ها و احزاب مختلف در طول تاریخ تا این زمان کنار هم آمده بودن، جمع کرده بودن به شکل یک جبه. در حالی که اول باید حزب ساخته میشد بعد میرفتن طرف جبه، ما در اول جبه را ساختیم بعد رفتیم به طرف حزب. از زمان ساخته شد که انشابا با وجود آمد. دلیل انشابا را از اون روز حول کنگره مشخص بود، چون برخلاف تمام ادعاهای دشمنای حزب دموکرات خلق افغانستان یک نسخه بیرونی نبود که برای حزب دموکرات خلق افغانستان داده شده باشه. برای اعضای حزب بگویند که شما اینجا تصویب بکنید و بریم به طرف ایجاد حزب. اینا جربسای بسیار طولانی داشتن، سر مسائل مختلف با هم اختلاف داشتن که اختلافات باعث انشعاب در قدم اول بین دو رهبر جناح‌های بعدی، یعنی نورآمد ترکی و ببرک کارمل صورت گرفت. بعد در اون جناح ها باز انشعاب آمد. هر یک از این انشعاب ها را ما وقتی که تحلیل و تجزیه می کنیم به این نتیجه می رسیم که حزب در آغاز معتقد به یک آرمان نبود. یک حزب، نه یک حزب ایدئولوژیک بود که بعضی آدم ها میگن که این ایدئولوژی زده شده بود و فلان و فلان، نه یک حزب آرمانگرا بود که در اونجا آرمان های مشترک وجود داشته باشد، بلکه بیشتر نماینده های تمام سازمان ها و احزابی که سرکوب شده بودند در دوره های قبل، اینا آمدن در یک پروسه جدید که مبارزات خود به شکل منسجم آغاز بکنند. که متاسفانه در برابر آزمون های بسیار بزرگ قرار گرفتن. از اون زمانی که طلوع این جنبش روشنفکری آغاز شد، دستهای خارجی شروع به کار کردن. شما شاهد هستین که اسناد رکزلای متحده امریکا در رابطه با بعض شخصیت ها که جریده کاروان مثلا ترجمه کردن، مشخصا دوره ویست سلمیان بعضی آدم ها ارتباط داشتن با سفارت امریکا. بعدا
4 نفری را که بر رهبری حفیظ‌الله همین بدون اینکه تسهیلات چون تکمیل شوه اونا آمدن پرتاب شدن در داخل ازی حزب، هم در درون مبارزه شروع شد و هم از بیرون علیه حزب مبارزه شد. آغاز شد که متاسفانه پیامدهای بسیار بسیار منفی در درون جناب سنگر پیشتر گفتین که یک تا شخصیت ها بیاین که دیگه حالا خوب وقت از این رسیده که رک راست نام بگیریم دیگه، همون تو که از حفیظ الامین نام گرفتین بازی هم درست نیست که از دیگه کی بودن این شخصیت ها؟ بله اسناد منتشر شده تا جایی که شما خودتان هم اطلاع دارین و جریده کاروان برگردان فارسیش نشر کرده مستقیما اسناد سیایی در مورد نورمد ترکی است. بله که شخص نورمد ترکی با سکرتر دوم سفارت امریکا منظم ارتباط داشته و گزارش میده. قبل از تاسیس حزب خلق افغانستان آخرین گزارش را که داده که یک حزب چپ در داخل افغانستان ساخته میشه که ما عضو از حزب میشم، روابط خود با ما کمی چی بسازیم کمی سفتر بسازیم، یعنی نمیتونم منظم گزارش بده. و آمدن حفیظ‌الله امین اونجا واجه شدنش تقریبا این ثابت می‌سازه که این ارتباطات یعنی سرمان ریشه وقتی که ایجاد میشه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در نخستین روزهایی که جوانه میزنه و ایجاد میشه اینجا سیایی در اینجا نفوذ داره از طریق نور محمد ترکی که باز پسان حفیظ‌الله امین هم با خود میره اما تر میفهم بگویم. بله بله، هم مسئله نفوذ خارجی است، هم مسئله درگیری ها روی تکتیک های مبارزه است. بله. از لحاظ هدف غایی تقریبا مشکل وجود نداشت. بله. اما روی تکتیک های مبارزه جنای پرچم باور داشت که یا می شخص ببرک کارمل و کسایی که در کنارش این تر مرامی را آماده ساخته بودن باور داشتن که ما باید آن عقایق در اون جامعه وجود داره اینا را کتمان نکنیم، ما برای مردم اینا را توضیح بدیم، ما مردم را بسیج بکنیم علیه این ستمهایی که در اون جامعه وجود داره، در حالی که یک طرف کاملا منکر سایر ستمها بوده یا کم اهمیت بود برشان. یک از چیزهای بسیار جالب دراماتیکی که در اون کنگره زمانی که مسئله دموکراسی ملی مطرح شد تعداد آدم هایی که بعدا رفتن در امی شعار حزب جداگانه ساختن در اون زمان کنار کسایی قرار داشتن که منکر بودن از این مسئله بعدا رفتن اون طرف و از جنای پرچم آماده است کنه که خلق کارگر به وجود آمد به رهبری دستگیر پنجشیری، این دستگیر پنجشیری رفت طرف اونا تعداد کسایی ما این تجربه رو بعد دوره بعد از کودتای 1465 دوباره تجربه کردیم. اون کسایی که مدعی شدن به دفاع از تبارها اونا رفتن به طرف اون فاشیزم قبیله، طرف اون زورگویی زبانی و سمتی و ملیتی که دو مثال های زنده شما در بین همکار خود ما دارید. بنان از امو آغاز متاسفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان نتانست نمایانگر یک اتحاد داوطلبانی از تمام همفکرا باشد و اساس یک ایدولوژی و اساس یک جهانبینی و اساس یک درک آگاهانه و همه‌جانبه گروهی روی اهداف مشترک با هم کنار بیاییم که متاسفانه از اون آغاز 12 ساعت مکمل اینا جروس کردن بدون نتیجه. چیزی که در اون کنگره و دست آوردن فقط مسئله تشکیلاتی بود که در اونجا هم بیشتر محکم گرفتن که دلیل انشاب این بوده که نورمحمد ترکی برای خود رای داده بود و کارمل برای خود رای نداده بود، خواستن که مسائل حمیق فکری ده انکار بکنن، مسئله رو ببرن طرف خودخواهی های افراد و شخصیت ها، در حالی که متاسفانه مشکل از اول مشکل فکری بود، مشکل عقیدتی بود. یعنی شما میگید که پرابلم ذوق و سلیقه و قسمی که بعضا میگه خودخواهی ها و ایگپا نبود، مشکل ایدئولوژیک بود، مشکل عقیدتی بود و مشکل استخباراتی بود به حساب دیگه. اینا ما واضح و سریع و روشن دیدیم که مثلا از درون حزب که مدافع انسان در روی زمین خود نشان میداد، معتقد به
انترناسیونالیزم پرولتری بودند. آدمایی برآمدند که فقط محلگرا بودند. نشنالیزم قومی فقط برتری جویی که ما بیشتر و بیشتر مثلا رفقای خلقی را با افغان ملت ها یکسان میدانم. نه هیچ چیز کدوم تفاوت از ناسی ندارم. و یک دانه تیوریسن خلقی رو نمیشناسیم که مثلا یک تلی از درون جامعه افغانستان در اون زمان داده باشه. جریده خلق پنج شماره که نشر شده تمام نویسنده‌اش کسی بوده که با جنای پرچم ارتباط داشته. نه از آقای یک کتاب از آقای نورالدین ترکی است به نام جامعه نوین که به نام نظرزاده بله نشر کردن که او را تمام مردم افغانستان میفهمه که ترکیسی به زبان فارسی اصلا نمیتونست نوشته بکنه. چی بانه که باز به تبیان فلسفه بکنه اون چیزهای فلسفی رو به اثرش چی بکنه. در اون کتاب اون کتاب بود که تقریبا جمع‌آوری مقولات و بالاتر از اون چیزی وجود نداشت. فقط و فقط اونا گرایش هایشون بیشتر و بیشتر محلی بود. نه مثل جنای پرچمی ها که عمدتاً جوانای شهری بودن، جوانای تحصیل کرده بودن، هر کدام از این حد خود بینش خاص خود داشتن، سطح آگاهی بالاتر نسبت به روشن فکر همون دوران جامعه داشتن. و اگر مسئله خود آشنایی به مارکسیسم لنینیسم مطرح باشد، یک تای مارکسیست بودن در روزمون کایست نامدن. یکی از اون آدم ها مثلا به این آقای صدیق فرهنگ، پوهاند سمندر غوریانی. این سمندر غوریانی خوب فلسفه مارکسیسم لنینیسم میفهمد، ولی اونقدر ضدیت با حزب دموکرات خلق افغانستان داره که اگر زمانی در مورد حافظ هم یک مقاله نوشته بکنه یک دفعه خلق و پرچم را چندی میکنه. تعداد زیاد از کسایی بودن که مثلا این دانش را فرا گرفته بودن برای آگاهی و شعور خودشان، نه بر کارگیری در یک تشکیلات سیاسی. در درون حزب دموکرات خلق افغانستان متاسفانه همتر آدمایی رو ما میشناسیم که اینا آگاهی با اون تیوری که بعدا متهم شدن داشته بوده باشن. ما مثلا داور کارمل میشناسیم که آدمی بود که مسلط بود سر اون مسائل میرکبر خیبر، آقای کشمن، دکتر سبندویتا که از تعداد انگشت ها اینا تجاوز نمی کنند. تمام این کسایی که آگاهی داشتن. و مهمترین چیز در مسئله تیوری، مسئله آموزش تیوری نیست. بله. یک تیوریسن در اون جامعه برای یک حزب سیاسی زمان ارزش داره که شیوه های تطبیق فلسفه را در اون جامعه ها، یعنی تیوری انطباقی رو بفهمند. بله. در اون جامعه چگونه انطباق بده. بله. مارکسیسم لنینیسم یا فلسفه ماتریالیستی و اینا مسائل است که ثمره قرنها تلاش و تجربه و دانش انسان ها است. اما تمام این مسائل در تمام جامعه بشری یکسان قابل تطبیق نیست. هنر یک سیاست مداری است که در روشنایی جامعه شناسی با تلفیق تیوری در پراتیک اجتماعی ببینیم چیش به درد مردم افغانستان میخورد، از کدام راه ها میشه که مردم از ستم نجات داد. بیاییم جناب سنگر، بیاییم سر اصل موضوع، بیاییم که اینجا اطور بگویم که شما پیش آمدین تا انشاب بید و شما استدلال میکنیم که نور محمد ترکی خودش با مقامات ایالات متحده امریکا با پتا میتونه آدم بگوید قسمی که از صحبتهای شما استنباط میکنه آدم با CIA رابطه داشته. حالا ما از شما یک سوال میکنم که در انشاب اول که فکر کنم 3 سال بعد از است، در سال 1963 اونجا اتفاق افتاد، یک تعداد شخصیت هایی را میبینیم که کاملا، و از جانب دیگه شما گفتین که بخش رفقای خلقی بیشتر از این که مارکسیست لنینیست باشن مردم های ملی گیرا یا قوم گیرا و یا به اصطلاح ساده تر بگویم که نشنالیست و در عین حال سمت گیرا بودن و اینا با مارکسیسم لنینیسم چندان آشنایی هم نداشتن. و برای ما بسیار جالب است که در این صورت چگونه که باز مثلا یک شخصیت بسیار بسیار مطرح هست که هم شاید مارکسیسم میفهمید و هم عمیقا ضد مسائل قومگرایی بود، طاهر بدخشی مثلا، مثلا خود دستگیر پنشیری، دستگیر پنشیری و یک تعداد دیگه که بسیار آگاهانه آمده بودن و فهم بالا هم داشتن، چطور که اینا درک نکردن که گرایش های نور محمد ترکی یک گرایش های مشکوک که از سمت خارج تا حدود شاید سازماندهی شوه و هم در درون یک گرایش عمیقا قومی است
چرا اینا به سمت ببرکارمل نامدن و تا اگه آمدن پسان پس دوباره رفتن و با خلقی ها به اصطلاح آمیانه بگویم کمر نورمحمد ترکی را با افزلامی بسته کردن که با پاینده ها در اون مورد گپ میزنیم که سبب فاجعه های بزرگ شد. بفرمایید. اولا این که در مورد ترکی ما برای شما بیان کردم حرف من است، حرف اسناد سیاست که بعد از 50 سال از معرنیتش خارج شده بود، درس کرده در بیرون، در نشرات را پیدا کرده و فارسی هم برگردان شد. و مسئله طایر بدخشی جوانترین حضب شرکت کننده در تنگری مؤسس حزب بود. این که طایر بدخشی در چه سطح از آگاهی مارکسیستی قرار داشت تا به حال رو کسی چنین ادعایی نکرده که یک مارکسیست بوده، یک روشنفکر از هر لحاظ روشنفکر بوده که بیشتر با فرهنگ، با ادبیات، با مذهب و محلی از هر لحاظ بوده. ولی آدمی بوده که حتی در پیش از کشته شدنش بوده که در خاطرات جنرال قادر مخان و قرآن شریف حفظ میکرده داخل زندان. ولی یک چیزی که ما در ویژگی های طایر بدخشی منحیصی یک انسان ببینیم، در اون زمان هر کسی یک زمینی باید بر رشد خود پیدا میکرد. شاید در رویاروی خود طایر بدخشی و کارمل منحیصی یک مانع میگید، چون یه آدم سخنور بسیار قوی بود، آدم با استدلال بود، آدم بسیار چی بود و نورمحمد ترکی منشی عمومی شده بود یا منشی اول حزب بود و شاید هم طایر بدخشی تو فکر میکرد که با کنار رفتن ببرک کارمل جای بر خودش خالی میشه که متاسفانه ای آرمان شد که حفیظالله امین برهم زد. و شما تو تصاحبت میگن که ناشی از خودپایی های طایر بدخشی بوده دیگه؟ از صحبت شما خب یک چیز یک ویژگی عمومی است دیگه، جوان ها اینا خود چون این چیز را ما جرم نمیداریم. یکی و مسئله دیگه ای که شما ببینین، اگر طایر بدخشی امو رقمی که بعد کمیته انتظار ساخت و سازمان انقلابی زحمتکشای افغانستان ایجاد کرد و مسئله ستم بیر مدرسه، خب زمانی که در کنگره مؤسس و کارمل مسئله مدرسه ساخت، این آدم بود پلی ترکی ساخت شد. بله اون زمان حال بیشتر طرفدارایشان یا چه که من خودم شخصا از جمله دوستای بسیار بسیار جدی طایر بدخشی هستم. ما طایر بدخشی رو منحیص یک فرهنگی، منحیص یک انسان آگاه در سطح جامعه افغانستان آدمی بسیار با شعور بالا بود، اما این دلیل نمیشه که آدم مثلا به خاطر احترامی که به یک آدم داره جهت دیگه زندگی رو نادیده بگیره. طایر بدخشی در کنگره مؤسس متاسفانه برخلاف آنچه بعدا به نتیجه رسید در اونجا در جبه مخالف اندیشه های بعدی خود قرار گرفت. بعد اون اومد اونمو رقمه که نورمحمد ترکی استدلال میکرد که با حل مسائل طبقاتی سایر مسائل حل میشه، طایر بدخشی گفت که اولویت مسئله ستم ملی است، ستم ملی اگر از بین بره سایر ستم های دیگر در قدم دوم قابل حل است، در حالی که جنای پرچم همه ستم ها را ستم های استخوان سوز میدانست، هم ستم ملی را، هم ستم جنسی را، هم ستم طبقاتی را، هم ستم مذهبی را، هم ستم استعماری را. اینا وظایف بود که در برابر مجموعی روشن فکرهای آقا قرار داشت. نورمحمد ترکی مسئله چطور مطرح می ساخته اونو مسئله ما شما می فهمید در حدود 300 سال است که یک مشکل زده داخل افغانستان داره. طایر بدخشی هم نقطه متضاد شد بعدن به نام ستم ملی با وجود آورد و این پرچمی ها ماندن حل تمام مسائل اندار شده که در طول قرنها روی شانه های این مردم شانه هایشان خم ساخته بود، آمد رو برو شد با تمام پرابلم های مردم افغانستان. هیچگاه حزب بدون خلق افغانستان ستم ملی رد نکرده در اون افغانستان این ستم وجود داشته. و همین خاطر هم است که من بیشتر مثلا که از ستمی ها که رفاقت و سلمیت داشته میگویم یک بخش از کار ما را انجام میدن، نه با اون شکلی که مثلا این نام مسئله فدرال و مسئله تغییر آنی نام افغانستان و بعضی چیزهایی که اینا وقت میخواه، شعور آگاهی مردم میخواه، این چیزهایی که مردم باید تصمیم بگیره نه دولت ها نه از آزاد. متاسفانه و مسئله دستگیر پنشیری، دستگیر پنشیری با عادی کریم نمایندگی به نمایندگی از هست رفتن کاندید شدن برای وکالت در پنشیر. دولت دستبازی کرد برای انتخابات، تصمیم گرفتن که عادی کریم و دستگیر پنشیری رو قادر بیار از خان‌آباد زندانی بسازن. اینا فرار کردن از پنشیر، آمدن کابل و انتظار داشتن که حزب اینا رو مخفی بسازن. در حال که اون زمان شرایط مخفی حزب هم نبود و یا میخواستن که مثلا حزب یک عکس العمل بسیار جدی نشان بده.
روی هر مسئله بود حزب یا شخص کارمند نتونست که اجنا تفاهم بکنه که آمادگی نشان میده. باشون گفت خب کنون دولت است باری نسبت دفاع بکنیم. خودتان خب رفقا زیاد زندانی شدن، ما هم زندان دیدیم، در موجه دفاع بکنیم، حزب هم کشتر تانه است. اینا او بوده گرفتن انگار این که ببرک کارمل در موردشون کوتاهی کرده. یعنی که این مسئله را ای اصلا شخصی بنداشتن دیگه بیشتر. بله بله. بعد آمد که حزب را ساخت به نام خلق کارگر. مور خلق کارگرم وقتی که دید از تعداد اعضایش از چند نفر از داخل پنجشیر نجرا بیرون نمیره، با ترکیس کنار آمد و یکی از معضلاتی که بعدا در جریان تمام مذاکرات به خاطر وعدت بود این بود که ترکیس میگفت که به اساس فیصله کنگره ما باید منشی عمومی حزب باشم و دورای عقد داشته باشم و دستگیر پنجشیر عقد نامه سازی باشم، چون این بس پرچمی ها بریده بود در آباده بود در گپای سکنشری. بله بله گپای چه بودن که گویا بنانی مسئله وقت زیاد بحث تیوریک نیست که چرا پای تیو در آن رفت یا چرا مثلا دستگیر پنشیری، چون اینجا بحث تیوریک نبود. بله برگردیم پس به مسئله حزب. جریان مبارزات حزب شما دیدین در شرایط اپوزیسیون، یک حزب عدالت خواه، یک حزب که برای دموکراسی مبارزه میکرد و یک حزب که از امی آزادی های صنفی و طبقاتی و ستم ملی مردم، پروبلم های ستم ملی در مورد از اندیشه میکرد و امی پنج ستم را که در افغانستان گفتین که در پالوی از یک 50 تا ستم دیگه هم فرعی وجود داره او را میفهمیم ازش. شما امی دوره اپوزیسیون حزب را در هر دو جناح چگونه مقایسه میکنید؟ بخصوص که تعداد زیاد مردم دیروز هم شما دیدن که جناح خلق یک طرف میمونیم ولی جناح بخش پرچم ها که پرچمی ها که ببرک کارمل را برش بود میگن که اینا بسیار آتشین پیش رفتن، بسیار افراطی پیش رفتن، شرایط جامعه خود در نظر نگرفتن و حتی در نشرات خود درود به لنین گفتن، شیر گفتن، در جامعه بسته سنتی قبیلوی ستم زده و زیر ستم، این یک ماجراجویی بود. این شما چگونه ارزش میکنید؟ اولا ما از جنای خلق در اون زمان اطلاعات زیادی نداریم. اینا چون نه تظاهرات داشتن نه مظاهرات داشتن، فقط حزب الیمین نمایندهشان در پارلمان بود که صحبت های زون در پارلمان چندان جذابیت و کشش نداشت. اما برخلاف پرچمی ها بیش از 2000 مارش میتین تظاهرات برانداختن در دفاع از کارگرها، در دفاع از روشنفکرها، در دفاع از دانشجوهای افغانستان، سازمان دموکراتیک زنهای افغانستان اینا با وجود آوردن. جریه پرچم یک نسل از روشنفکران تربیه کرد. خود برآمدن این جریه پرچم منحیثی یک مرکز برای روشنفکرای افغانستان که اینا رو شعور آگاهی میداد، استقامت میداد مبارزشان رو و بسیاری از جوانان رو با ادبیات سیاسی آشنا ساخت. مردم ما رو با ادبیات نوین سیاسی آشنا ساخت. مردم ما قبل از نشر جریه پرچم با اصطلاحات سیاسی آشنا نبودن، با اصطلاحات فلسفی آشنا نبودن. و مسئله که میگن بسیار سرخ عمل میکردن، سرخ عمل کردن من نمیفهم معنایش چی است. اینا تلاش کرده میکردن. مسئله درود اگر باشد، درود سرخ عمل کردن جناب سنگر، سرخ عمل کردن کدام فرمول راکت سنگ میفهمید؟ هدف ایست که دواتر یک جامعه شعارهای زنده باد مارکسیزم، زنده باد سوسیالیزم، زنده باد کمونیزم، در حالی که ما به صراحت به شما بگویم در یکی از قریه های خانابات ولایت قندوز بودم، یک آدم بود ارباب صاحب جان، امی آدم میخواست رای بتخ و رایش خریده شده هر چیز برای قادر بیار که از بخش پرچمی ها آمد، گفت این آدم جغرافیه است. جغرافیه یعنی جغرافیه رو مردم کفر میگفتن، انال مارکسیزم، لنینیزم، این کلمات استفاده کردن، عکس لنین انداختن در روز مورگان نشراتی دوباره رومان و درود به لنین گفتن، این شما چگونه سر فکر من میکنید؟ ببینین اول راستای عزیز، شما میفهمین که درود واژه فارسی است نه واژه عربی. اون رقمی که این ملاها محکم گرفتن که درود خاص پیغمبر اسلام است، چون چیزی اصلا درود واژه عربی نیست، این واژه فارسی است.
و 100مین سالگرد تولد لینین در سطح جهان تجلیل شد. واقعا درست نبوده مثلا که با ویژگی های درون جامعه ما بوده اونقدر مثلا چی میشده. منتها یک وسیله قرار دادن. اینا دیگه نمیتونستن تحمل بکنن جلد پرچم. باز دیگه دیگران تو میگه که این نه تنها که وسیله بلکه یک وسیله بسیار شدید و قوی بر تحریک جانب مقابل افراطیت اخوانی ها و نیروهای ارتجاب بود که به اصطلاح عامیانه برتان بگویم که بیننده ها هم بفهمن که تبر از این را به اصطلاح دسته دادن که اونا بتانن متقید. بله یقینا. یقینا که نیاز در اون نبود مثلا تمام شماره را فوق‌العاده گرفتن سر لینین و می فهمیدم که دشمن در کمین نشسته اون شکل درست نبود. منتها خب پرچمی ها مردم استن که هیچ وقت دروغ نمیگن. حرف راست خود میزنن. یک لحظه جناب سنگر، آقای عتیق قادمیار تبصره‌های بسیار بسیار زننده شما را ما میبینم، تا آخر برنامه ما را ببینین، میخوانم تبصره‌های شما را که جناب سنگر باز به پاسخ شما بپردازه، اما باشین با ما، بفرمایید. دیگه مسئله که بسیار شعارهای سرخ میداد و سرخ عمل میکرد و اینا، اصلا اینا نفوذ حس ترسیدن از این وقتی که یک قانون ضد دانشجو در افغانستان تصویب میشد، همه این دانشجوها را بدون خلق افغانستان میکشند خیابان. در مقابل کارگرها اگر قوانین ضد منافعشان مطرح میشد، خب این حس توانمندی را داشت. شما از مظاهرات بسیار بسیار بزرگ تاریخی که از شبرقان آغاز شد به خاطر داریم، مظاهرات را که در نساجی گلبهار در کابل بارها این کارگرها انجام دادن، واقعا این حزب داشت که به یک جنبش مردمی تبدیل می شد. اینا باید دنبال یک وسیله برای سرکوب می بینند و خاصتا جریده پرچم تقریبا خارج چشم تمام دشمنای حزب شده بود. از یک طرف میتونیم بگیم که بله این اشتباه بوده که نباید در اون سفر تا اون سویه رو از طرف دیگه میبینیم که چیزی که با نگرفتن مثلا درود میکنه به نظر من چه اشکالی نداره. این یعنی چی؟ نه تنها درود خونه بود جناب سنگر، مثلا بارق شفیعی شعر گفت صفا یک قصیده است بعد از پلنن و که فکر کنم که مدیر مسئول در وقت هم جناب سلیمان لایق بود. این یک مقدار ماجراجویی ها و افراطی‌گری های شدید شاید که خواست رهبری حزب نبوده باشم صورت گرفت. فکر میکنم ببینید یک شاعر میگه که در بین قطره و آب فرقی نمیتوان بود. ای غافلان دویی چیست؟ ما هم همین شماییم. خب ما هم مسئول همون جامعه هستیم. چهار کلمه هر وقت اون جوانی یاد گرفتیم با اون احساسات اون عقده های انبار شده، ما اصلا تجربه مبارزات قبلی نداشتیم. ما نمیگیم که ما از آسمان آمده بودیم، ما باید اشتباه نمیکردیم، ما باید درست میرفتیم. اشتباهات ما باعث شد که دشمن ما قوی شده. ما رو اشتباه کردیم، دشمن آمدن سندر از پیش ما را بودن و تمام مردم فریب دادن و مردم از ما بیزار ساختن. ما اشتباهات خود به هیچ وجه انکار نمیکنیم. اما مسئله اساسی که ما سر مسئله آرمان های حزب ما خاصتا از جنای پرچم، با دیگه که نشریه پرچم نشه شد تقریبا حزب اینجا ساخته میشه. من قبل نزول سخنگری مؤسسه مثلا دو کشوگیر ها و داد و ستاد ها و اینا را نمیتونه بوده باید حساب یک حزب سیاسی واید بودید، ولی وقتی که پرچم منحیص یک حزب سیاسی منحیص یک فرکسون جدا میشه از درون حزب خلق افغانستان، میبینیم هم یک ساختار جدا پیدا میکنه، هم تفکر جدا پیدا میکنه، هم جانبینی مشخص خود میداشته باشه، هم در ارتباط هر یک از رویدادها شعارهای مشخص میداشته باشه. بله چون این چیز را مثلا اگر در کل حزب در تمام جناح‌های جدا شده از روز در فرکسیون خلق مثلا ببینیم یا خلق کارگر مدت کوتاهی که بوده یا کمیته انتظار اینا ببینیم، به اندازه پرچمی ها فعال نبودن. اینا پرچمی ها فعال میگرد کسی که بامش بیشتر برفش بیشتر زیاد کار کردن، زیاد هم مسئولیت ها سرشون افتیده و چیز غیر قابل انتظار هم نیست. اینا درس هاییست که ما از گذشته گرفتیم ما با رعایتش برای آینده بدن ما میخوریم. بله بسیار خب. به هر حال بیاییم سر ازی که
یعنی از دید شما یکی از فراوردها یا دستاوردهای فعالیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از امی حالت این در حالت اپوزیسیون عبارت است و بنا به گفته برخی ها که افت ثور که او را بعضن کودتا میگن، برخی انقلاب میگن، هر چیزی که شما مینامینش. در اینجا بیاید شما یک ارزیابی بکنیم که نظر شما در مورد نخست هفت ثور چیز و موضوع گیری حزب به خصوص پرچمی ها در این مورد چگونه بوده و پسان چرا پرچمی ها تا آخر پای انقلاب به اصطلاح رفتن، در حالی که شما پیشتر گفتین به وضاحت که نور محمد ترکی رابطه های با ایالات متحده امریکا داشته و در حالی که شما به خوبی میفهمین که خب مسئله وعدت دیگر زیاد چیز نمی کنیم برای که باز وقت کم میمونه، اگر اشاره مختصر میکنیم در غیر از او، اول چرا به می وعدت تن داد پرچمی ها با خلقی ها در حالی که میفهمیدن که دو شخصیت بسیار بسیار اساسی و مطرح که ترکی، نور محمد ترکی و فضل امین بود، اینا رابطه های مشکوک داشتن، شاید تا وقت ثابت هم نشده باشه، ولی طبیعیه که برای کارمند که در اون سطح بود نقل حبس میزد که مسئله سری چی است و اینا اول وحدت کردن، وحدت هم به شکل وحدت شد که گویا بیشترین امتیازات برای خلقی ها داده شد و سپس باز در یک کودتایی که توسط یک شخص صورت گرفت او انقلاب نامیدن و سپس باز پسان مرحله تکاملی و دوم انقلاب گفتن. در اینی زمینه ما میخواییم شما صحبت کنیم. خب اولی باید یک نظر بندازیم سر اتفاقاتی که در درون کشور ما بعد از 26 سرطان 1352 افتید. متاسفانه جنای پرچم یا به اساس عدم باورش با ماجراجویی و کودتا بازی ها سه بار برابر عمل انجام شده قرار گرفت. هم در 26 سرطان 1352، هم در 7 ثور سال 1357 و هم در 6 جدی سال 58. هر سه بار این جنای پرچم یا در برابر عمل انجام شده قرار گرفت یا مسئولیت بخش نظامی باید پاسخگو باشند که چرا این اقدامات پیشبینی نمی‌کردند. کودتای داوود زمانی که صورت گرفت بیشتر و بیشتر دشمنا چی داشتن که این جنای پرچم این کودتا را برای انداخته برای داوود، در حالی که در جنان صحبت که شما خودتان با حسن شرط داشتین در کتاب جمهوریت و کرباس پوشان برهنه پا نوشته می کنم که قبل از کودتا با بابک کارمل بازدید می داشته باشد، از بابک کارمل پرسان می کنه که اگر وضعیت در افغانستان ایجاب بکنه به یک قیام نظامی نظر شما چی است؟ بابک کارمل به صراحت برشان میگه که اگر شما طرفدار تغییر آوردن در درون جامعه افغانستان هستین، می دانین با دولت کنار بیاین، از موضوع قدرت اهدافتان تطبیق بکنین یا یک حزب سیاسی بسازین، یک نشریه اهدافتان چی بکنین، اما اگر کودتا بخوایم تو کودتا بکنین، ما از ریشه مخالف کودتا هستیم و این یک ماجراجویی میداریم که صحبت چنم که اون شخص به خدمت برای شما گفتن در کتاب خودم نوشته کرده که دوتان مسابش خراب شده، گفت که شما هم اگر بایی تیوری واردادی تانت بکنین اوتر میشه. این هم تو شما در هفته ثور میبینید که هیچ گونه نه تنها پرچمی ها نقش و سهمی نداشتند که در اونجا عملا در نظارت خانه و بر کارمل مخالفت میکنند. این جلال قادر در خاطرات خود میگه غنی و مرزایی کسی که اینا پیشان زندانی بوده در زندان آمر نظارت خانه بوده، این در خاطرات شبهای کابل که تمام خاطرات گرفتاری از اینا را و تحقیقات از اینا را همیشه به شکل کتاب نوشته کرده که در اونجا فقط و فقط از پرچمی ها این سلیمان لایق این سلیمان لایق که بسیار خوش بوده دیگرهاش اصلا شوکه بودن، اصلا نمی فهمیدن که چی اتفاق افتید داخل چیزی. مسئله وعدت که چرا با اینا وعدت صورت گرفت، با نظر ما که ما نباید با خلقی ها وعدت میکردیم، ما میتونستیم در یک جبهه با اینا بریم، با یک شکل یک اتحاد با اینا بریم، در یک نهضت بریم با اینا، اما نه به شکل حزب، چون اینا از لحاظ افکار حزبی دیگه قبول داشتن اساسنامه و برنامه عمل حزب. بله اون اساسنامه و برنامه که تصویب نشد، فقط در جریده خلق و پرچم نشد، شد در کنگره مطرح شد و تصویب نرسید، او را به پلنوم سپردن و پلنوم آمان
و چیزی که بسیار بسیار قابل تأسف است در این زمینه مسئله که اون اصرار را که داشتند در ظرف 10 سال یک نشریه است به نام اسناد پرچم‌داران خلق و خلقی ها در اونجا تمام اون پیشنهاداتی که از طرف جنای خلق میه بر پرچم است پرچم بر خلقی آمرین مبادله ازنا به شکل یک دانه کتاب چاپ شده شما بیدین که از لحاظ تفکر از لحاظ اندیشه از لحاظ تکتیک‌های مبارزه از لحاظ اولویت های وظایف اصلا رفقای خلقی چیزی رو مطرح نمی سازن فقط شروعشان فیصل های کنگره مؤسس است اومو دارای حق داشتن از کرکیسه و آوردن پنشیری و طور حتم در بیروی سیاسی یا دفتر سیاسی و حفظ حفیظ الامین اما یک چیز دیگی رم که ما می بینیم که بعد از این حادثه 26 سرطان شروع میشه کودتا بازی ها کودتا بازی ها شروع میشه جنگ های چریکی شروع میشه و این عذاب اسلامی میرن به پاکستان اخوان مسلمین جماعت اسلامی افغانستان اینا مسلم میشن یک فشار بسیار بسیار زیاد برای داوود وارد میشه و داوود هم از کمیته مرکزی خود فاصله میگیره حزب غرزنگ ملی رو میسازه اهداف خطاب با مردم فراموش میکنه کنار میگذاره رفقای خود از خود دور میسازه در درون جمهوریت محمد داوود حاکم میشه آدم های مرموز مثل ایدر رسولی مثل قدیر نورستانی که هر دوی از اینا اسنادی وجود داره که با حفیظ‌الله امین ارتباط داشته حزب شاید هم اینطور فکر نمیکرد که مسئله سرکوبش مطرح شود دولت به این حمله بکنه به طور احساس میکرد که این جوان ها هر قدر دوربانند دشمنی بین دو جناح حزب بیشتر میشه اگر تفاهم داشته باشند نزدیک شوند با هم ارتباط داشته باشند ممکن بسیار مشکلات حل شود در حالی که پروسه وحدت یک پروسه بسیار بسیار طولانی بود وحدت نشد بله که اصلا صورت نگرفت در جنای در بخش ملکی صورت گرفت بخش نظامی آخر چی مان بر رهبری حفیظ‌الله امین جنای خلق کارخانه میکرد و جنای پرچم هم که قدر زیاد خاصتا بعد از کنار آمدن سردار داوود کنار آمدن سردار داوود با ایران و پاکستان و با کشورهای عربی و انکار از مسئله خط دیوان تعداد زیاد از پشتون های مدافع داوود خان است در درون دولت کشان در خلقی ها این اگر این مسئله سازش با خط دیوران مطرح نمیشد تعداد زیاد از افسرهای پشتون در دفاع از داوود خان قرار داشتند اما عملا اینا آمدند به طرف افغان ملت و به طرف خلقی ها خلقی ها کمرشان بسته شد برخلاف اینا داوود خان شروع کرد بر تصفیه پرچمیان در اون پای مسلح این توازن بین دو بخش برهم زد و زمینه را مساعد ساخت برای مجاجرجوی حفیظ‌الله امین حفیظ‌الله امین قبل از اینکه دست به کودتا بزنند سلسله کشتارهای زنجیری بران داد آقای پنشیری در کتاب کام نشته میکنه که حیات چی شد توضیح شد که در او حیات خود پنشیری بودم منایس مسئول در دفاع کمیته مرکزی است نظام الدین تعذیب بودم و آقای لایق اینا رفتن این قتلای زنجیری که با استاد چی رسید علی احمد خرم رسید وزیر فلان همه اینا را حفیظ‌الله امین سازماندهی میکرد ماجراجویی میکرد عملا داخل چیزی و این را تثبیت کرده بودند و مسئله را در دارالانشا مطرح ساختند و نورمال درکی استدلال میکرد که حال در شرایط فعلی نمیشد ما تمام بخش پای مسئله را بگیریم به تدریج یعنی زمان تلف میکرد زمان تلف میکرد تا قتل استاد میر اکبر خیبر و حوادث تظاهرات و حمله دولت بالای حزب رهبری حزب و عکس العمل که متاسفانه با تصمیم شخصی حفیظ‌الله امین و نام حزب جمهوری خلق افغانستان تمام شد که نامش انقلاب سو کودتای سو رویداد سو هر کس هر چیزی دوست داره میتونه بگذاره بسیار خوب جناب سنگر بازم سوال تکرار میکنم کودتا یا انقلاب یا هر چیزی که میگید صورت گرفت ببر کارمل و پرچمی ها با تمام وجود میفهمیدن که ماجراجویی است و این ماجراجویی دفتن یک شبه اتفاق نفتاده
این سلسله هایی داره که شما یاد کردید، ماجراجویی ها و تروریهایی که دال گرچه به تو سند، من نمیفهم تا کدام حدود ما سند دست داریم که در این ترورها حفیظ الله امین مستقیم دست داشته یا نداشته، ولی مجموع منتالیتی یا تفکر حزب همه تر بود. در نخستین روز حتی جریان شما میفهمین، تکرار نمیکنیم که بابا کارمند موافق نبود و میگفت که برین شما ماجراجویی، روز اول گفت که یک عمل ماجراجویانه است، در حالی که یک تعداد پرچمی ها و خلقی ها هم ترکی و هم امین به اصطلاح اتن منداختن و خوشی میکدن. و در این حال مسئله دوم که شما میفهمین که در نخستین روز کنوز پیروزیش مسجل نشده بود، پیروزی قیام هفت سر که خانواده داود خان با بیرحمی تمام کشتن و در اونجا هم مازیگیری های ببر کرمل واضی بود. چرا از امون لحظه وقتی که فهمید که اینمی قیام کاملا یک دلده است، یک دسیسه است و یک جنایت است که باز پسان در آخرین روزهای زندگی خود شما میفهمید، گفت که انقلاب سر بزرگترین جنایت در برابر مردم افغانستان بود؟ چرا نامش انقلاب ماند؟ چرا با حافظ الله امین برآمد؟ چرا حتی با قیمت مردم استدلال میکنه که با قیمت حتی جان خود میبرآمد و میرفت؟ حتی اقل میگفت که ما اشتراک نمیکنیم، ولی من حیث یک نپولیتان میباشیم، من حیث یک به اصطلاح متحده که در یک جبهه متشکل میشه. چرا اینا سرختر و تندتر انقلاب گفتن و با اینا رفتن تا ای که بله؟ خب ببینید، فیصله ها در درون حزب به اساس اکثریت اعضا صورت میگیره، یعنی در جلسه بیروی سیاسی مسائل فیصله میشد به اساس فیصله جمعی. بزرگترین شکست پرچمی ها زمانی آغاز شد که آدم های مثل لایق و بارق و غوربندی رفتن به طرف جنای خلق و پرچمی ها ماندن در اقلیت. او رقمه که شما گفتین که چرا استاد نشد، شما از کتاب دستگیر پنجشیری بخوانید، زمانی که نامی کنن از بیارن به سطح رهبری حزب، ببرک کارمل مخالفت کرد، مخالفت کرد، برآمد از داخل تالار، اونجا گلابزوی و وطنجار با کلشنکوف تهدیدش کردن، گفتن برگرد چیزی که در دور میز است اونجا بشین و فیصله بکنید، اجازه بیرون برآمدن نداریم. ببرک کارمل به صراحت نمیگه که ما لکت فامیلیم، اعلان بکنید که دیگه پرچم منحیس جنای متصاوی حقوق در درون حزب وجود ندارد. از اینکه دیگه صراحت، از اینکه علنیت در مورد کشتن جناب سنگر تنها اعلام خواهد چیز نیست برای رهبر سیاسی که بازلی این مورد من شما سوال خواهد کردم. اینجا خب باید موزیگی عمل صورت میگیره، در رو نخستین روزهای این فاجعه را جلو شد خود کارمند میفهمید که آینده از این فاجعه به کجا میاد. تنها خب با گفتن از این ما نمیتونه خدا برات بکنیم که والا این پرچمی ها حق مساوی نداره. حق مساوی بسه ارزش داشت در یک رژیمی که ولی هیچ مسئله یک جنایتکار آمد قدرت گرفت و یا اینکه میگه برادر ما بباییم این موضوع ماست، یه اول انقلاب نیست، یک کودتا است، نامش خیلی بین یک تحول بانین، یک قیام نظامی بانین، دوم ای که ما اشتراک نمی کنیم در این جدد با شما هم را نیستیم، این غلط است، اشتباه است، خب بسید اشتباه. ببین اینجا بله. اینجا راستای عزیز دو دانه مسئله است. بله. یکی که برخورد فردی، اگر مثلا سر شخص ببرک کارمل باشه، ببرک کارمل در مورد تمام مسائل از مورد از خود قیام شروع تا مسئله کشتن خانواده داوود تا مسئله این فرامین حتی شعارها، این آدم مخالفت خود میکرد، اما این که چرا مثلا استاد نشده یک بار مثلا پا بیرون نکشید یا قربانی اون رفقای منحرف خود شد که اونا رفتن با جنا سازش کردن می در اقلیت مانده بود، و من نمیفهم اون شرایطش شرایطی بوده که خود رفیق کارمل لال زنده نیست، بعد از پیش پرسان بکنه که چرا چی کار کرد. اما نزدیکترین همرازمایش زنده است، نور احمد نور جناب کشمن، کتاب ها نوشته شده و چیز دیگه که مهم از جناب سنگر ببینین عامل خارجی رو در نظر بگیرید. صراحت داره ما باید صادقانه و بی‌طرفانه قضاوت کنیم این مسائل. جناب سنگر ببینین که اینکه فشار روس‌ها شوروی ها بود، نامه امین بر سفارت شوروی ها سر بر کارمل و پرچمی ها من حیث گویا اشرافزاده ها و شهرنشین ها و خود بورژواها اعتماد نداشت و بر کارمل این را میفهمید
و این مسئله هم مطرح بود. بله، مسئله شوروی ها یکی که من باور ندارم شوروی ها قبل از هفت ثور با حزب رابط تنگاتنگ داشته بوده باشند. او رقمی که ادعا میکنن که شوروی ها ساختن و شوروی هدایت میکردن و رهبری میکردن، به چنین چیزی ما هیچ سند قبول ندیدیم و نخواندیم در جایی و باور ندارم به چنین چیزی. دلیل بسیار عمدیشی که اتحاد جماهیر شوروی روابط بسیار حسنه با دولت های افغانستان داشت، اون چیزی را که منافعش ایجاب میکرد در وجود این دولت ها برآورده میشد. نیاز نداشت که حزب مخالف را با وجود بیاره و این دولت ها را تحریک بکنه علیه خود. اما بعد از هفت ثور پای شوروی ها در قضیه افغانستان کشونیده شد. پایشان کشونیده شد و در تمام تصمیم گیری ها همون رقمی که در کتاب چگونه با ویروس ایم ابتلا شدیم، همون رقمی که کارمل در نمانده از اینا میگه که شما از این دولت حمایت نکنین، مردم ما اینا رو سرنگون میکنن. نه پیش نمیرم جناب سنگر، هدفی است که شما گفتین به این جای شک نیست که از لحاظ تاریخی از زمان حداقل شامان الله همیشه حکومت شوروی، دولت شوروی افغانستان دولت هایش کمک هم کرده و به رسمیت هم شناخته و پروژه ها و این مسائل به اوز هم نمیگه. سوال مشخص ما ایست که بعد از کودتای هفت ثور شوروی ها عملا موضع گیری کردن به نفع خلقی ها، همین رفیقای انترنسیونالیست و پسان باز امیر رفیق ببرک بارمال و ما پرچمی ها به اصطلاح آمدیم گفتیم این برادرهای انترنسیونالیست ماست و با شدت از شوروی ها دفاع کردیم و باز هم این از ما استفاده کردیم. مسئله اینجا عامل خارجی در اینجا خب بسیار بسیار عمده از جناب سنگر. شما اسناد دارید که اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی رو که برگردان فارسیش توسط خلیل‌وزاد صورت گرفته، این کتاب باز بکنید، اولین سندی که شما مطالعه میکنید نامه است کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی برای چکسلواکیان نوشته کرده که مواضع حرکات ببرک کارمل باشه. اگه این کارمل بیشتر از روسامی بود اینو چه بودن کالر در خواهش دیگه دوره قانونیت و مسئولیت عدالت آمده و عفیز لایمین دیگه اونها را نمیکشه و بگوید که علیه دولت خلقی تبلیغات نکنه. شوروی ها در تمام تصمیم گیری های دولت قبل از شش جدی اینا نقش داشتن. در پیش چشمشان پرچمی ها کشته میشد، 2500 پرچمی کشته شد. و اینا دو آتش از خلقی ها دفاع میکردن، اینا را انقلابی تر میدانستن. اون نامی که خود اشاره کردی زفیز الیمین به ویژگی ها یا تفاوت ها بین خلقی ها و پرچمی ها را که روان کرده بودن برای رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی، اونا باور داشتن به اون چیزا. بله. و آدم از حقیقتش نگذره، واقعا اون چیزی که حزب الیمین در اونجا بعضش اشاره کرده بود همونطور بوده. ما نو رقمی که بگه که ما مبارزه طبقاتی چی داشتیم، پابند بودیم و ما انقلابی ها بودیم، در حالی که اینا ریفورمیست هستن، اینا با سازش کردن میکردن با دولت ها و با رژیم های گذشته همکاری میکردن و فلان و فلان، یا روشن فکرهای شهر نشین هستن و باور به مبارزه طبقاتی ندارن. خب بسیار چیزهای از خوب حقیقت هم بودن، اما این حقیقت خیر قابل انکار است که اتحاد شوروی تا روز کاشته شدن این نورآمد ترکی را بدون قید و شرط از خلقی ها دفاع میکرد و تمام بیشترین کشته شده ها در زمان است جناب، بیشترین خرابی ها در زمان است که ترکی و امین یک جای بودن با هم، یعنی خلقی ها متحدن نمیدنش، اما تو نیست؟ بله بله، منطقه خب بعد هم باز از خلق باز از کشته شدن نورآمد ترکی خب کشتار خلقی ها باز شده شد. بله. با حضور زندانی ساختن از شروع شد، کشتانشان شروع شد و حتی دمو دوران هم مثلا زرگون همین زرگون کشت برای زرگون تارمار کرد و بعد ازش شروع کرد در سرکوب کردن طرفدارای نورآمد ترکی. تعداد زیادی از خلقی ها در شرایط مخفی بر ضد حفیظ الله امین جبهگیری کردن. اینا شبنامه های پخش کردن در وحدت خواهان که خلقی اعلامیه یک چیزشان بود، اعلامیه خلقی های وحدت خواه شماره دو، پیشنهاداتشان، نظریاتشان، ایناش خب نمیشد در اون عالم. مثلا یک تعداد میه به طرف ما برش بگیم که ما شما را قبول نداریم، چون در درون خلقی ها ما برای آدم مطالعه بکنند اکثر این رفقای خلقی انسان هستن که با احساسات بسیار وطن پرستان هم مردم بسیار چیز خواهم کارای ما بودن بشنخ نمیشان دیگر چیزی نبودن که آدم بگه که کل ازینا تر بوده، ولی در متاسف کنه در رأس ازینا خاصتا در اون
زمانی که قدرت مطلق جناب سنگر جواب واضح نگرفتیم که پرچمی ها چرا از نخست اول وعدت کردن و دوم چرا انقلاب کودتای ثور انقلاب گفتن و با اینا رفتن و باز بعد از سوم بعد از شش جدی مرحله دوم مرحله تکاملی انقلاب یاد کردن. بیشترین سوالات که مردم میکنن امیر و می خاطر هم چکش در دستشان است، یک تا اگر در سر خلقی میزنه تا در سر پرچمی میگه شما از یک منبع از مسکو و از کرملین رهبری میشدین، دکته میشدین و هر آن چیزی که او حتی بعضی ها تا جای پیش میرن در مورد خلقی ها، البته که اینها سخته سرختر از کرملین بود، اما که بیرق سرخی که ما در افغانستان داشتیم در مسکو و کرملین نبود که واقعا این را به شما خودم دیدیم. بله ببینید مسئله مسئله ساده نیست. اون رقمی که پیشتر شما گفتید که هم فاکتور خارجی هم فاکتور داخلی در هر رویداد اهمیت داره، قابل بحث هستن و مسائل با ارزش هستن که ما نمیتونیم مثلا این نادیده بگیریم. مسئله دوباره وحدت خلقی ها و پرچمی ها را شما مثلا در مقاله که اخیرا از اسمت چاپ شده در کتاب چگونه با ویروس ای مبتلا شدیم شما میبینید که شوروی ها و اعضاب برادر یا اعضاب کمونیستی زمان زیاد تمایل داشتن که اینا طرفدار ترکی و پرچمی ها دوباره کنار هم بیان، در حالی که مثلا مسئله قوتاشون داخل افغانستان مطرح نبوده، ولی شرایط طوری بود که خب یک طرف دشمن در روی قرار داره، همه جهان علیه بسیج شده، یک گروه دیگه میاد به طرف تو میگه که ما اشتباه کرده بودم، متوجه چه نبودم که در رهبری ما کیا قرار داشتن و ما آماده هستیم کار مشترک بکنیم به خاطر منافع مردم افغانستان. ما پیشترم بر شما گفتم که من شخصا مخالف وعدت خلقی پرچمی بودم، همه شرایط طوره بوده که شاید رهبری اون زمان ترجیح میداده که از حالت پراگندگی کرده با هم متحدانه عمل کردن شاید دولت بترسانه، شاید دست برداره سرکو باز روی آرویی بگه. خب دقیقا نمیشه روی این مسائل چی کرد چون ما نه در بروی سیاسی بودیم نه در دارالانشاء بودیم. جناب سنگر ببین ما همیشه گفتیم که صفوف خلقی ها و پرچمی ها بیگناترین قربانی شده ترین شرافتمندترین انسان های جامعه بودند که آمدن از امتیازات از زندگی نرمال گذشتن به صفوف حزب پیوستن که یک کار با وطن انجام بدن. حرف ما سر رهبری است، حرف ما سر حلقه های بالایی مسکو است. باز اینجا نمیشه بحث کنیم که پرابلم های جدی در اونجا در کجا بود و ما تا این سر حل آمدیم. حداقل پرچمی ها میتونستن باز شش جدی تصحیح کنن بگوین رهبری پرچمی ها که اینمی انقلاب نبود، یک کودتای حفیظ الله امین بود و اینال که ما آمدیم وعدت کردیم امیر کوشش میکنیم که به یک انقلاب اجتماعی صلح‌آمیز و تدریجی تبدیل کنیم، ولی تا می آخر ما دو اشتباه بزرگ بنابرای گفتی برخی انجام شد که یک ایر تا آخر ما انقلاب گفتیم و مرحله تکاملی و کسایی که زده زی اتابه سازمان های سیاسی اسلامی فوندمنتالیست هم رابطه نداشتن زد انقلاب خاندیمش و سرکوبش کردیم و دومی که تا که تانستیم از این آن قنجره سویتیزم و شوروی و رفیق برژنف نفتیم واقعیت نداره. این خب اشکال داره، یک مسئله یعنی من حیث یک اشتباه نابخشیدنی نمیتونیم موقع کنیم، یکی مسئله اشتباه که به هیچ وجه ما منکر نمیشیم، ما بگیم که بالا ما نباید اشتباه میکردیم، طبیعی ما اشتباه کردیم، بسیار زیاد اشتباه کردیم. شما یک چیز به خاطر داشته باشین که زمانی که انقلاب صورت گرفت تعداد تمام پرچمی ها را که چه می کنند در حدود 7.5 تا 8000 نفر بود. 2.5000 پرچمی را این حفیظ الله امین کش با پیمانده تعداد از زندان برآمدند زده و زخمی و معیوب و یک بار این قدرت سیاسی یک توق لعنت مورد گردن شد در موجودیت عساکر اتحاد شوروی، در موجودیت اون قاتلای دفقای دیروزش که در قالیشان ششته بود بلد. و نه تنها اون وظایف را که برنامه عمل حزب برایشان قرار داده بود، این همه بحران هایی را که خلقی ها با وجود آورده بودن یه مرتبه سر این مرحله برای حل این مشکل به نیرویی که شما زیاد داشتین این نیرو را از کجا میگرفتید؟
راه دیگه وجود نداشت. مجبوریت ها بود، نیازمندی ها بود، ما به زمان ضرورت داشتیم، به وقت ضرورت داشتیم. اول جامعه باید میره به طرف قانون من شدن، چون جامعه کاملا ضعیف بود. مملکت قوای مسلح افغانستان 12 بار تصفیه شد. بله. همه هست و بود این ساختارهای دولتی با بازی گرفته شده بود و عیف و میل میشدن و نابود کرده بودن همه چیزه. هیچ چیزی در داخل افغانستان نمانده بودن. بله. شما باید میامدین یک دفعه جامعه را آرام میساختین، دولت قانونی را به وجود میآوردین، جایگاه حقوقی تمام طبقات و اقشار جامعه را مشخص میساختین، بعد میرفتین به طرف مسائل دیگه که متاسفانه همزمان جنگ شروع شد. جنگ و با ابعاد که من فکر نمیکنم که تاریخ بشریت این رقم جنگ را با این چیزش دیده باشه، با این بزرگیش که تا امروز ختم نمیشه و مصارف یا شکران اسناد بیرون بکشیم که اینا میلیارد ها میلیارد دلار مصرف کردن برای سرنگونی از این حزب، بر تبلیغات علیه از این حزب و زمینگیر ساختن اتحاد شوروی در درون جامعه افغانستان. حالا در اون شرایط اگر اینا می آمدن می گفتن که نه انقلاب نیست، یک کودتاست، چی مشکل را حل میکرد؟ بله. یا میگفتن که تمام این کارا را خلقی ها کردن و ما فرشته های آسمانی هستیم، ما سر زین روز مسئول هستیم، پیش از ما مسئولیت نداریم، چه مشکلی را حل میکرد؟ ما در یک زمان قرار گرفته بودیم که عجم وظایف به اندازه‌ای بود که این مسائل دیگه مسائل فرعی وانمود میشد. شاید از دیدگاه امروز با بسیار مسائل شما از دید دیگه دید، از دید اعتقادی دید، ولی شرایط اون زمان شرایط بود که فضای خودش در هوای خودش باید مطالعه شد. ما متاسفانه در اون زمان در وضعیت قرار نداشتیم به نظر ما که ما میرفتیم به طرف تصفیه کاری ها. ما باید دولت می ساختیم، دولت مبنی بر قانون. قانون جایگاه تمام اون طبقات و اقشار مشخص می ساخت. بعد از این که یک دولت قانونمند وجود می آمد می شد که ادعا بکنن مردم و باریم به طرف اون. مگر جناب سنگر، آیا بعد از گذشت همه مدت شما تصور میکنید که ما موفق شدیم که یک دولت قانونی ایجاد کنیم، یک دولت دموکراتیک ایجاد کنیم، یک دولت که دست جنایتکارای خلقی که کشته بودن و شرافتمندش نمیگیم، مثلا نمونه بسیار سادش اسدالله سروری یا گلابزوی یا وطنجار، اینا خود جنایت کردن، اینا خود آدم که امین خود تنبتنایی خود نکشت، خانواده آلمیار کتش بود، اسدالله سروری بود و یک تیف وسیع، یک گروهی از وسیع جوانان جمع خانواده خود به جنایت کشاندم. این به هر صورت این جنایتکارا همش بودن و 12 سال بودن و پسند زمان دکتر نجیب که هم یک پرچمی بود امی جنایتکارا را زندان آزاد کرد، کسایش که زنده مانده بودن آوردشان، قدرت دادشان، اینی خود ادامه پیدا کرد. اگر قرار به این باشه که ما اعمال را که اونا در مقابل ما انجام دادن ما هم در مقابل از او انجام میدادیم، دیگه تفاوت در کجا بود؟ ما هم اونا را میکشتیم، اونا هم باز میامدن دوباره باقی مانده ما را میکشتن. خب این جنگ تبدیل میشد به یک جنگ بی پایان و رای حلش این تصفیه‌کاری های چی نبوده؟ خب یک تعداد کسایی که انگوش شما نزدیکای حزب الله بودن محاکمه شدن، در حدود 12 نفرش اعدام هم شد، ولی حقیقت در حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن و همین اگر فتا پیدا می شد باز یک دور اختناق شروع می شد، باز خودسری شروع می شد، باز کشتار شروع می شد، باز شکنجه شروع می شد، باز زندان شروع می شد. این راه حل نبود. ما اون زمان ضرورت داشتیم به بازگشت و آرامش، ما ضرورت داشتیم به بازسازی دولت که فرو ریخته بود همه نهادهایش، ما ضرورت داشتیم به قانونمند شدن کشور ما. ما نیازمندی های بسیار زیادی داشتیم، ما ضرورت داشتیم به یک ساختن یک جبهه وسیع از وطن پرستا به خاطر حل مسائل انبار شده در اون جامعه. اگر ما فکر مطرح بود تصفیه کاری ها می شد و ما می گفتیم کارت، خب من شخصا از جمله کسایی هستم که زندان رفتیم و شکنجه شدیم، برادرمون کشتن در درون زندان، ولی راه حلش دیگه بود که من امو آدمی که من شکنجه داده بود میرفتم میکشته میشم یا قاتل اون داره. خب یک دوره دیگه شروع میشه، یک بحران دیگه شروع میشه. ما اون زمان بیشتر و بیشتر نیاز به آرامسازی داشتیم. ما در رای بحران زدایی باید گام برمی داشتیم، نه بحران آفرینی های جدید.
میمونه مسئله قانونمند شدن پروسی بدادگاه کشاندن اون آدمایی که متهم به قتل و غارت اینا هستن و فکر نمی کنیم که 5-6 سال کافی بوده باشه برای از اینکه اون دولت اول خود جای خود سی نتارست استحکام باشه. شما میبینید در مملکت چی حال شد؟ یک حالت شد که 80,000 توریست از سراسر جهان آوردن علیه اون حاکمیت. یک وضعیت پیچیده که 74 ساعت نشرات رادیوها و تلویزیون علیه این حاکمیت این حزب تبلیغات کرد. جنگی که با میلیارد دلار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی و سعودی و فلان فلان در اینجا آتش شعله ور می‌ساختند. بله. ما در اون زمان فکر نمی‌کنم که زیاد منطقی بوده باشه که ما می‌رفتیم برای تصفیه کاری‌ها. ولی بسیار درست است که از لحاظ اینکه در وجدان مردم افغانستان اینا محکوم هستن و این هر کس که خودش یک محکمه است که دادگاه است. بسیار خوب. خب وقت کم است، بسیار سوالات زیاد دیگه در این رابطه جناب سنگر ایجاد میشه که آدم طرح کنم. چی فکر میکنین که اگر اجازهتان باشه بریم تبصره های مردم هم میبینم اینجا دوستا بسیار بسیار جالب است، بسیاری سوال هایی خطم هم میکنم، شاید در تبصره ها سوال از ها مطرح باشه بگوییم یا حرف های دیگه هم اگر دارم شما میخواییم بگوییم. بفرمایید. بسیار خوب. خیلی اگر اجازهتان باشه ما میریم به تبصره های دوستا و میبینیم که دوستا چی گفتن، چی سوال کردن و سوال های از او را کوشش میکنیم که جواب بدیم. موافق هستین؟ کاملا. خب اول خود دوستای عزیز یک دنیا سپاسگزار هستم از شما که هستین و میشنوین و اشتراک میکنین و ما با اجازهتان سوال بسیار جالب وجود داشته که ما خدمت شما میخوانم. خب باشیم که از کجا این از اینجا میریم اشتباه نکنم میگست. بله جناب اسدالله فقیری میگه تبلیغات اسلامی به خصوص گلبدین مسعود این دو جناب به نام کمونیست ها زیاد تبلیغات زراگین میکردن حزب مشکلات زیادی را پیدا خود در جگرام صحبت شما نظر دارن. بسیار جالب است جناب سنگر صاحب که بشنوید اینی که یک دوست ماست آقای عتیق عالمیار نام دارد. عتیق عالمیار شما میفهمید که خلقیه خانوادهش بسیار بسیار نزدیک به حفیظ الله امین است که با تأسف تمام امیجا خدمت بیننده ها بگویم که صدیق عالمیار برادرش و عارف عالمیار به شکل غیر قانونی از دید من نظر خدا نمیگم از دید برخی ها میگن که بدون محاکمه کشته شده. اگر که خانواده صدیق عالمیار و عارف عالمیار و حتی حفیظ الله امین وقتی که کشته شد که طبیعی یک عمل بسیار جنایتکارانه انجام دادن، اون را باید دستگیر میکردن، تحقیق میشد، سوال میشد، جنایات از اون را باید ازش اعتراف میگرفتن، بعد از کشته میشد، به اون شکل کشتنش نه در قوانین حقوقی و نه در قوانین داخل کشور و بین‌المللی کدام چیز به اصطلاح تفسیر یا تأویل منطقی داره. به هر حال جناب عالمیار میگه که خب یک چیز را ما اول پیش از اینکه تفسیرشان را بخوانم باید ما با شما بگویم که دوستای نمیگه همین صحبت ها امروز صحبت های بسیار زیاد تاریخی منطقی است نسبت به صحبت های به اصطلاح تئوریکی گپا و یک نظر جناب سنگر هم من حیث یک شخصیت خاص کرده. اینجا هدف ما این است که ما توهین کسی را کنیم، تحقیر کنیم، محکوم کنیم یا بادات داوری کنیم و از دید ما تفسیرها ها هم اگر به همین شکل باشه خوبتر، ولی به هر حال چون اینجا آقای عالمیار وجود داره و در چند روز هم ما در جنجال کلان بگو مگو در مورد از اینکه جنایت صورت گرفته و میگه نشده و میخواد که بار تمام همین جنایت هایی که حفیظ الله امین و رفقای خلقی در دوره اول به اصطلاح انقلاب خلقی انجام دادن او را همیشه سر گروه های دیگه و من جمله پرچمی ها و دیگه گروه ها بندازه که باز دشمن هم بگه که بعد همه ایتان یک گونه هستین و یک گونه فکر میکردین. به هر حال آقای عتیق قالمیار میگه که سر تانک شوروی آمدن عجب درک از درون جامعه اسلامی ما بود. کارمل تاریخ خود را خراب کرد، اگر کارمل را پیش از انقلاب سر تایید کنید مشکل ندارد، مگر با تانک شوروی و بیانیه از رادیو تاشکند همه خراب کرد.
بفرماین جناب سنگر جواب بدین. بسیار مختصر اگر جواب بدین جناب سنگر، برای اینکه وقت ما کم است و اینجا تفسیرها بسیار زیاد است. اولا چیزی بسیار جالبی که آقای عتیق عالمیار مطرح می‌سازن، فراموش نکنند که در عملی که بالای افیزلای امین صورت گرفت، رفقای خلقی خودشان بودند که شوروی ها. آقای وطنجار بود، گلابزوی بود، اسدالله سروری بود و شیرجان مزدوری ها. در تانکای شوروی ها اگر ببرک کارمل آمده، بخش اون کسایی که انقلاب شکومند سوره و پیروزی رساندن هم خود بود تانکای شوروی آمدن داخل افغانستان. ببرک کارمل که تمام آمد. و هی که در تانگ آمده در چیز آمده ببرک کارمل ندر عملیات اون دارالامان قصر حفیظ‌الله امین و ندر اون چیزا سم داشت. در گرفتاری تمام این خلقی ها خود رفقای خلقی که از شوروی آمده بودن که شوروی آمدن سم داشتن. همین خلقی هایی که جناب عالمیار که از یک جایی بوده حفیظ‌الله امین تا سه ماه پیش تا زندگی ترکی. خب اینا اگر به انقلاب ثور افتخار میکنن خلقی ها انقلاب کردن. انقلاب کی کردن؟ وطنجار، گلابزوی، اسدالله سروری، بخش نظامی ها. خب این بخش نظامی ها که شوروی آمده گرد که در زمین پیش از اون آمده بود در حمله بالای قصر دارالامان، شخص وطنجار سهم داشت. در گرفتاری تمام این رهبران ازنا شخص گلابزوی سهم داشت. جناب گلابزوی میگن آقای سنگر میگن که یکی از بچه های حفیظ‌الله امین از دستش گرفت، 5 ساله بچه را برد و کشتش. معلوم است یک چقدر قصه اولین آدمی که روابط حفیظ‌الله امین با سیایی افشا کرد گلابزوی بود. نکنم پرچم جمعی این گلابزوی بود که آمد باشه سر تلویزیون چشتا تمام اسناد و شد راز و رمز شد بیرون کشید در مردم افشا کرد که حفیظ‌الله امین با سیایی ارتباط داشت. بله یک مسئله دیگر جناب سنگر، قوای شوروی توسط پرچمی ها آمد، توسط خلقی ها آمد، خودشان آمد، کدام زمان آمد؟ مختصر اگه جواب بدید. یعنی دمی شش جدی همش آمد یا دو ماسیم و چهار ماه پیش در افغانستان توسط افغانستان دعوت شد و داخل جد؟ بله. اینا از ماه جون سال 1997 شروع شد آمدنشان داخل افغانستان. در ماه اکتبر عملا اینا در فرودگاه شیندن، فرودگاه بگرام، در قصر دارالامان، قصری که برای اقامتگاه خود چی ساخته بود؟ حفیظ‌الله امین ساخته بود و در سفارت شوروی اینا جای به جای شده بودن. سند را که به اسناد از اون شوروی ها داخل افغانستان آمد مرامد ترکی امضا کرد. 14 بار رسمی، 21 بار به طور جمعی حفیظ‌الله امین در مرامد ترکی شوروی ها دعوت کردن. شوروی ها داخل افغانستان بود. شوروی های رهبری به خاطر اینکه که اون کارهایی را که حفیظ‌الله امین کرده بود با علنی شدن قوای خواستن نمیتونست از حفیظ‌الله امین دفاع بکنه. اینا به سپر بلا زارت داشتن. این سپر بلا کی بود؟ امو رقمی که چه جوشته کرده آقای حسن شرق که کارمل محبوب و معروف آوردن، محبوبیت و معروفیت چه گرفتن دوباره پس برگشتن نمیشه. اینا برای ای که چهری خودت چی نشان بتن که گویا ما برای کمک مردم افغانستان آمدیم، ما از حفیظ‌الله امین دفاع نمیکردیم، پرچمی ها رو پیش انداختن. در حالی که اونجا پرچمی ها تنها نبود. حزب واحد دموکراتی خلق افغانستان از چیزی را که میگه که این شوروی ها تحمیل کرده خود یمین نمی تحمیل است. بله. با تشکیل جدی اینا رو یک جای که چی داخل افغانستان ساخت. بله. داخل افغانستان هم شما فیلم مستند دو روز پی در پی یا سگرت امریکایی با گروه روسی را اگر با دقت دیده باشین. بله. اون نماینده کگیبی در صحبت خود میگه که 3 روز از تشکیل جدی تر شده بود برای ما اندروپوف چی کرد؟ بله. تلفون کرد گفت که ببرک کارمل بگوین گپ بزنید. ببرک کارمل چرا گپ نمیزنه؟ مردم منتظر است چی اتفاق افتیده. چون تا اون زمان پرچمی ها نمیفهمیدن که از داخل افغانستان آمده. و پرچمی ها در موقعیت و جایگاه رسمی قرار نداشتن که شوروی دعوت بکنن. اینو کی بوده؟ مثلا کسایی بودن چند تا سفیری که از داخل افغانستان رانده شده بودن، دولت افغانستان هم اونا رو به حساب از مامونین رسمی خود بیرون کشیده. به اساس کدام رسمیت چون از شوروی دعوت میکردن؟
اشکاری و فیضلای امین رو ترکی دعوت کردند در دوره خلقی های داخل افغانستان آمدند. اما زمانی که متوجه بعضی حرکات فیضلای امین شدند با خواستن بعدش کشتر شدند رو مده ترکی، اینا تصمیم گرفتند که فیضلای امین از بین ببرند و شما اون نیجریانش با تحصیل نمیشه اون نار تمام میشه. بسیار خوب، اگه اجازه بتین ادامه میتیم. جناب آنام میگه با تاسف هنوزم رفقای سمتگرا و زبان رفقا سمتگرا و زبانگرا هستن، اما فراموش کردن که ما برای عدالت حلقه زده ایم. پیش از این جناب سنگر که چیز شوه از تلویزیون بهار یک دوست به نام یک جناب به نام اسحاق کوکب یک تبصره نوشته کردن. ما در ختم تبصره تانه جناب اسحاق کوکب میخوانم. امی تبصره اول تانه که عفت کلام در اوجه مراد شده و معرف فرهنگ بسیار بالای تانه است. و این دو تبصره دیگه تانه که بسیار بازشتی نشته کردین و معرف یک فرهنگ کوچه و بازاری است، امی را من نمیخوانم. به خاطر از اینکه برنامه ما جای امی مسائل نیست. اگر تحلیل داری درست، اما دشنام دادن بر انسان به این معنی است که ما دیگه از منطق خارج میشیم، احساسات غلبه میکنه و باز هم اگر تفنگ در دست ما باشه اون زمان رفقای امین و ترکی و پرچمی ها و هر کس دیگه که جنایت کردن یک تعدادشان تفنگ در دست ما سر مردم فایر میکنیم. اما تفسیر اول تا نما میخوام در ختم. به هر حال جناب محمد علی ولی زاده میگه ویژگی های جامعه پسمانده ها فاکتور مهم بود که شخصیت ها محصولش بود. درست کاملا. آقای بسام میگه آیا کمی برخورد افراطی نسبت به خلقی ها نیست؟ آیا رهبران جنای پرچم وابستگی به استخبارات غیر مستقیم نداشتند؟ به نظر شما تنها رهبران خلقی داشتند؟ قبول کنیم خلقی ها خرابند ولی سایر شخصیت ها از بدن حس جدا شدند؟ شنیدین جناب سنگر سید؟ بله. اینو تو که چیز میگه که نه تنها سوال جناب بسام خود شما فهمیدین که چی گفت. بله. میگم ما که خلقی ها را میگیم، پرچمی ها هم میگن که با ساده تر بگیم با جیاری و کیجیوی و یا رابطه داشتن و دستور میگرفتن از کرملین و تنها میگه یک ذره افراطی در برابر خلقی ها عمل نکردیم. ما شما در صحبت های موضوع ما موضوع عمومی بوده. اگر موضوع چی باشه، فرعی باشه، بله چرا نه. کودتای 14 ثور 1365 کاملا عمل کوگبی علی ما بود. از پرچمی ها پرچمی ها این ارتباطات وجود داشته، چون این چیز را ما نمیتونیم انکار بکنیم که نه در اپنا فرشته ها بودیم در مابین پرچمی ها. دلیلی که ما امروز این همه پراگندگی در مابین ما هست، رهبرای ما هر کدومش در یک بغل خزیدن و حرفی نمیزنن، اینو چی سرخمی دارن پیش مردم افغانستان گرفت نمیزنن. ما اینجا موضوع ما موضوع عقیدتی آرمانی از بدون خلق افغانستان است و اگر از خلقی ها میگیم، چون رفقای خلقی اونجا مسئولیت تنها مسئولیت از ازدامین نوران ترکی نبود، در تعداد زیاد از این آلی آلمیار خانواده آلمیار منصور آشمی با آدم ها رو مابین تیاره دریای کوکچه من داخته میروخت تمام مردم افغانستان میقامد. خلقی ها یکی و دوتا و دهتا نیست در اون پرچمی ها وجود داشته، هیچ کس این کار نمیکنن. اونا آمدن 9 سال خورده یا بیشتر در پالی ما جوانای دادشوری کشته شد، لغمه نان خود با ما تقسیم کردن، در دانشگاهشون جوانای ما رفت تحصیل کرد، در اینترناتاش کودک های ما رفتن پرورش یافتن تربیت شدن و طبیعی است که منافع خود اتحاد شوروی هم در داخل افغانستان ایجاب میکرد که اونا در جای مختلف نفوذ داشته باشند، رخنه بکنن، اثرگذار باشند که استفاده خود کردن. هیچ جای شک وجود نداره. بله. جناب اسدالله فقیری میگن خلقی ها واقعا قبیرا بودن. تشکر آقای راستا که وانمود ساختی. جناب فقیری ما وانمود نساختی. من اصلا موضوع گیری ندارم، فقط من سوال میکنم. یعنی ما فقط از جناب سنگر منعی سرگردانده حقم ندارم که نظر بدم، سوال میکنم. ولی سوال های مگر اگر شنگدار است یا شکل سوال است دیگر برحال. روایات جناب سنگر بسیار مهمند و ایجاب میکند بدانیم ایشان چگونه به این مسائل بسیار داخلی است. آگاهی دست اول یا دوم دارم، میتوانید این موضوع را با ایشان طرح کنید؟ من فکر کنم که حالا همگی آگاهی ها را داره و جناب سنگر استدلال خود داره. جناب سنگر اگر کدام حرفی دارد بفرمایید.
خب ما اون چیزی را که از لابلای حسناد درونی حزبی یا تجربه شخصی خودم در حیاتم یا چیزایی که از رهبرای اسپینیدیم نتیجه‌گیری خودم کردیم، شالودی مجموعه تفکرات و کتاب‌هایی که نوشته شده و اسنادی که مطالعه کردیم ما او را فشرده شدیم اینجا بیان کردم. هلا شخص خودم نه در دوره حاکمیت حزب خلق افغانستان در کدام جایگاهی بودیم، نه در کمیته مرکزی بودیم، نه در دانشگاه بودیم، نه جنرال بودیم. ما را سنگر جوان ها میگن سازمان دموکراتیک جوان افغانستان. بیاین شخصی نمیسازیم، دو سوال شخصی کده آقای عالمیار باز یک سوال جالب میسا کده. اول که بساف همی تند ها 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 امتر گفته، باز گفته بهتر از شعر بنویسید اولین مظاهره علیه چین را کی رهبری کرد؟ انقلاب ثور و فرامین انقلابیان افراطی بود یا سر تانک شوروی آمدند؟ معجز مختصر اگه جواب بتین جلال سنگر سه ولادی که مگه یک سوال نکرده تو من جواب بتونم. خودش از موارد خنده کرده بود دیگه. خنده کرده بود یعنی که من مسخره بازی میکنم، برای مسخره بازی که من جواب ندارم. خودش شما دیگه بسیار خوب. جناب پرچم نه تنها یک دانشگاه جناب انام میگه برای اعضای حزب بود، بلکه هزاران فرزند آن دیار را با ادبیات سیاسی آشنا ساخت. تشکر. آقای آراشید میگه که روانشناسی جامعه برای اعضای مترقی ضرور است. لطفاً موارد قابل تعمق لطفاً موارد قابل تعمق و انتقاد از آن را بیان کنید. سنگر عزیز من دقیق نفهمیدم که هدف جناب آراشید از این مسئله چی است. ما فکر میکنم که آراشید عزیز میخواهی که ما یک بحث انتقادی به سر گذشته خود برا پرتیم. بله. خب در موارد نقد خود ماشاءالله هر خان کسی که دین روز مرتکب اشتباهی شده به خاطر اینکه جرأت اعتراف و اشتباهی خود نداره میره دنبال نقد. بله. نقد برای اولین بار در درون حزب ما رایج شد. ما در جلسات گروهی خود نقد داشتیم تا جلسات گزارشی این بالا با روی نقد ما تربیت شدیم. این بله. نقد بود که جلو بسیاری از انحرافات گرفت. بله. فساد در درون حزب ما اگر نبود نتیجه این نقد بود، نتیجه این انتقاد بود. یک چیز ما خدمت آراشید سر بگم که این بحث کاملا یک صحبت عملی منطقی بود، ولی بحث‌های روانشناسانه جامعه شناسانه و این را از دید مسائل تئوریک هم در آینده خواب داشتیم. ولی من یک پیشنهاد دیگه برای آراشید عزیز دارم. من یک مقاله دارم به نام نقد و تغییر از حقیقت تا ابزار. بسیار خوب. من مجموعه دیدگاه خود در مورد نقد و کسایی که به نام نقد امروز آمدن و ایرانگری میکنن، خرابکاری میکنن، اونجا نوشته کردیم، میتونه که دیدگاه من رو مطالعه بکنه. بله، بسیار خوب. خب، آقای عالمیار باز به پشتو نوشته کرده زولنه مشرنگو یا چطور زه زندان بچه هم شعار مظاهره کیها بود کوچه کوچه کابل آن را تکرار نمی کرد. به خدا تعصب آدم را واقعا کور میکنه. ما یه با یه ادبیات آشنا نیستم که چی میخوای بگوی آقای عالمیار. امیدوار هستم که سرش گرم نباشه و دقالت عادی رو نشته کده باشه. به هر حال اگر شما کدام حرفی دارین من نفهمیدم از اینکه چی مفهوم داره بپشن، ولی تفسیرهایشان آمده. جناب ترکمنی سر میشنم کنه که در اسناد سفارت امریکا در تهران که ایران منتشر کرد دیدارهای ترکی با یکی از آتشه های سفارت امریکا در کابل بار بار در گزارش های دیپلماتیک سفارت امریکا یاد شده است. و جناب آقای عالمیار باز میگه که زور پرچم در حزب در پولینوم دلو 1357 خوب تبارز کرد. باز من نفهمیدم که این چی مانا داره این گپش. یعنی به جای تحلیل فقط تو و کنایه گفتن. خب این دوست ما خوش باشن بخنده بونه که خوش باشن خنده بر سلامتی فایده داره. مطلبی که هدف ما این دوستا که اینجا به جای اینکه ما طنز و کنایه و گپ بگوییم مگر تحلیل خدا بگوییم نظر خدا بگوییم یا حداقل سوال بکنیم این گپ خوبتر است. باز خوب ما اونو میخوانم که باز آقای عالمیار نگوید که تفسیرهای ما رو نخوندید. جناب بسا میگه آیا پرچمی و خلقی به حافظه تاریخ نپیوستند؟ آیا بهتر نیست فصل جدید سیاسی را نسل نیمه پیر و نیمه جوان با اندیشه های نوین باز و آغاز کنند؟ ببین حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهایی را که مطرح ساخت، برنامه‌ای را که مطرح ساخت،
به هیچ وجه این کهنه نشده. بله. هنوز اون ستم ها در درون جامعه وجود داره، هنوز اون ظلم وجود داره، هنوز جامعه در یک عالم بسیار بسیار خطرناک اجتماعی که از هر لحاظ بخواییم بررسی بکنیم قرار داره. برالاوی زینا چیزهایی که خود اشغال با خود آورده، پرابلم های جدیدی هنوز وضعیت حزب دشوارتر می سازه. حزب نه تنها به تاریخ نپیوسته که حزب متاسفانه اون رقمی که میخواین را به عقب بکشن و یک تعداد از خودی حزبی ها دارن دامن میزنن، امروز مجبور است که شکل مبارزه خود جدیتر بسازه، جناب بیشتر داخل صحنه شوه و جناب سنگر، جناب سنگر، اما روح و خرد جمعی یک حزب اساسنامه و رامنامه است فکر میکنه که در مرامنامه از پیوندهای ایدئولوژیک و اهداف گرفته تا پروگرام کارش مطرح و اساسنامه هم یک قانون حزب است. یک حزب که از اینمی دو اصل عدول بکنه به این معنی که به خود خیانت کرده، به روح و خرد جمعی خود خیانت کرده و دور مانده. تصور نمیکنیم که در مجموع حزب دموکراتیک خلق افغانستان چی خلقی و پرچمی بخصوص خلقی ها و باز باد از حکومت مشترک یا دولت مشترک خلقی و پرچمی باد از شش جدید تحت ربری ببرکار مال محمد یاد میکنم اینا اساسنامه و همه را یک طرف ماندن و رفتن به تکتازی، دیکتاتوری، انگیزسیون و به یک حزب سرکوبگر دیکتاتور بیروکرات تبدیل شده و یک ثبوت بسیار ساده شد. جناب سنگر، ما شما بگویم که انمیال یک تعداد رهبرای دست اول انمی حزب هم از خلقی و پرچمی زنده است. تمام فعالیت های از محدوده یک کتاب دیگه پیش نمیرند. صد دفعه ما شخص خودم به یک تعدادش تماس گرفتیم که بیا صحبت کو گپ بزن که گپای دست اول بگویم. میترسن، نمیزنن گپ، نمیزنن، من نام نمیگیرم، اما کتابایشان اینقدر کتاب نشته کرده. خب مسئله اساسی سرازی است که آیا همین حزب واقعا اساسنامه و مرامنامه و به خصوص مرامنامه بسیار عالی و انسانی داشت و فرموده شما در می عادت هم نواز کرد افغانستان یک 50 سال دوام نواز گپای عام و اساسی است که اما ازمی خود عدول کرده کاملا رفته بسید. این که عدول کرده ما در بحثای انتقادی عملکردهای افراد و اشخاص نمیتونیم مثلا پای تمام حزب بسنجیم بگیم که اما جناب سنگر در رهبری افغانستان که یک کشور ترایبالیست کشور قبیلویست و در اوجه اینمی رهبر حزب هرچی که گفت آلا خوش ما و شما در اونجه دیدیم بودیم هر دستور که محمد بدون کدام گپ در مقه مدت که ما از پیش از حاکمیت و بعد از حاکمیت بانمو اجرا میشه مثل قطعه نظامی واره و در اوجه کسی در برابر از این حرف گفته نمیتونست آیامتو نبود خوینم رهبری هست کلی چیزا ماندن کنار در مرحله اول جنایت کردم جنایت کردم کشتن زدم که نمو شما باز کردیم در مرحله دوم هم یک تا جنایتکار ها آمدن در سطح حتی معاون رئیس جمهور خب دلائل معین خود دارن اما امی پروسیجر ها ادامه پیدا کرد و نه تنها که وحدت حزب تامین نشد بلکه امو مرام حزب که باید تطبیق میشد امو هم تا حدود تطبیق نشد در کدام مرحله تطبیق شد ببینید در حزب دموکراتیک خلق افغانستان بیش از 50,000 انسان قربانی داد، شهید دادن یا بیسان مذهبی ها اینا به خاطر این نبود که کدام رهبرشون خوش شوه یا دب شوه اعضای حزب، کادرها و فعالین حزب پشت اون آرمان ها رفتن، پشت اون برنامه رفتن، پشت اون ایدئولوژی رفتن ما میتونیم عمل کرده آدم ها را نقد بکنیم، شخصت ها را نقد بکنیم، حد حادثه را در جای خودش تحلیل و تجزیه بکنیم اما به شکل کلی اگر بگویم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خاطر این اشتباهات را که مرتکب شده دیگر در صحنه سیاست افغانستان جای نداره خیلی شما در افغانستان نشان بدیم این کسی که جای داره کیست اشتباه درست است اشتباه صورت گرفته، اشتباه بسیار مرگبار صورت گرفته و اینا درس هایی است که مربوط به گذشته است. امروز نسلی که باید پاسخگوی شرایط امروزی باشد، جوابگوی عملکرد رهبرای دیروزی هست نیست.
ما حزب در اهدافش، در برنامهش، در جهانبینیش میبینیم. برای ما اون اهداف مهم است، اون ارزش های انسانی اون حزب مهم است. ما اگر به یه حزب افتخار میکنیم به این ارزش هاش است، نه به اون عمل کردهای منفی که شما مثلا شنگوشت گذاشتین. خب به هر عضو حزب درد دار عزیز نایم، اونی که واقعا حزبی میاندیشد خود هیچ وقت این کار نمیکنه که بله این عمل کرده های درست نبوده، ولی این آرمان ما نبوده. اینا را حزب نگفته بود که این کار را بکنید، ولی وقتی که افراد و اشخاص مرتکب بعضی اعمال میشن، اینا خودشان در برابر تاریخ پاسخگو هستند، نه اینکه حزب باید جواب از اونا را بده. حزب نقد خود میکنه. بسیار خب، بیاین که دوام بدیم. آقای خلیل نذیری میگه گرفتن قدرت دولتی بعد از انقلاب رهبران را دیوانه ساخت، به جای خدمت به مردم مصروف ساختن فرکسیون ها شدند، برنامه و اساسنامه حزب فراموش شد، آنقدر به جان همدیگر افتادند تا حاکمیت سقوط کرد. افسوس به حال اعضای عادی حزب که هدفشان خدمت به مردم بود. آقای عالمیار باز میگن که روبا را گفتند شاهدت کیست؟ گفت دم. جنرال قادر حیثیت دم را داشت. یعنی من آقای عالمیار یک به یک تفسیرهای شما را، ولو که در سطح برنامه، در سطح زبان و ادبیات همین برنامه است یا نیست، من برام میخوان. به هر حال آقای پاشان میگه به نظر بنده دیروز خلق و پرچم وجود داشت، فعلا خلق و پرچم اصلا وجود ندارد. هر کدام جزیره ها اهداف مشخص سلیقه‌ای خیش را دارا بوده و فعالیت هایشان با رهبر یا رهبر پرستانه است، که این که قمرایانه، برتری طلبانه و زبان پرستانه میشد. جناب آقای رشید میگن که آقا آیا سنگر عزیز رای سوم را برای برآمد از بحران کنونی میبیند؟ پس کدام الترناتیف وجود دارد؟ کوتاه اگر کدام چیز میخواین بگوین جناب سنگر. ما فکر میکنم که سال گذشته من یک مقاله مفصل نوشتم به نام چی باید کرد مادرم و پرسشا. بخش نهم و دهم این مقاله پیشنهادات مشخص در مورد وضعیت امروزی رای بیرون رفتایش مد اونجا مدرس آفتیم که در روی اتحاد کنار آمدن تمام نیروهای سیاسی متفرق از چپ شروع تا ملی و دموکراتیک به دور یک جبه رفتن به طرف پلورالیزم و پیرست تمام اون وظایف که رای سوم، من نمیتونم از رای سوم بگیم که رای سوم است، بخاطر اینکه من عضو حزب در خلق افغانستان هستم. من با وجود همه اشتباهات، با وجود همه گذشته که هر کس سر شرچی نام میگذاره، من به سوگند حزب خود وفادار هستم. من فقط رای حزب من گرم میزنم، من از رای سوم حرف نمیزنم. و رای سوم یک آدم بیطرف شد مطلب سوزه که میشه از اندیشمند سر باید پرسان بکنه. بسیار خوب. جناب عبیبالله فتا نشته میکنه که استاد راستای مدرم کم و بیش تاریخ گذشته حزب را همه میدانند، بهتر نیست راه های بیرون رفت و از پراگندگی های امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان صحبت شود. اگر اجازه تان باشد کتابشان به جانب ماست، ما جناب فتای ارجمند خدمت شما باید عرض بکنم که برنامه دیروز ما را ببینید. یکی از سوالات ما همی بود، آخرین نتیجه گیری ما هم از آقای اندیشمند، هم از آقای اسپندگر که یکی از سابقه دارترین اعضای حزب است، همی بود که رای بیرون رفت چی است. و خب یک برنامه است، جناب سنگر آمدند در مورد پیدایش حزب صحبت میکنند، تاریخ سالگرد حزب بود 56 سالگرد، به این خاطر ما یک گفتیم و در این حال همزمان سوال هم شد که رای بیرون رفت چی است، باز هم از جناب سنگر در ختم سوال خواهد کردیم. آقای رحیم آریا میگه جناب سنگر صاحب، این واقعا یک سوال است که چرا شادران کارمل و جناح پرچم باید مسئولیت اشتباهی کودتای ثور را پس از مرحله ششم جدی به عهده گرفتن؟ چرا باید با ماجراجویی های همین را باید حزب به عهده میگرفت؟ من فکر کنم که جناب آریا در این مورد، من عین سوال از جناب سنگر کردم و پاسخ هم داده شد. باشیم که از دوستای دیگر را بخوانیم. آقای شیر اجیر نوشته میکنه، آقای سنگر این ادعای بزرگی است که شما میگوید پرچمی ها دروغ نمیگویند. آیا بزرگترین دروغ پرچمی ها مرامنامه حزب شما نیست؟ شما رژیم دموکراتیک ملی با سهمگیری تمام زحمتکشان، روشنفکران، تجار ملی، روحانیون وطن پرست
و غیره می رفستید. اما در عمل اینها را از چپی و راستی تا مسلمان و نامسلمان در بند کشیدید و کشتید. مطبوعات آزاد، انتخابات، آزادی های فردی، موجودیت احزاب و تمام نشانه های دموکراسی را ممنوع قرار دادید. آیا انکار اما اینها دروغ نیست؟ بفرمایید جناب سنگر. ببینید ما بعد از هفته سور سه مرحله را تجربه کردیم. بله. پیش از شش جدی یک حاکمیت جداگانه بوده که بیشتر و بیشتر کشتار از اینا از جمله رفقای ما بود. بیشتر ما قربانی دادیم. مقاومت هم برای اولین بار اولین مقاومت از طرف پرچمی ها صورت گرفت. زمانی که پرچمی ها جمع خلقی ها دوباره بعد از شش جدی سال 58 قدرت سیاسی رو به دست گرفتن، متاسفانه اوضاع افغانستان طور شده بود که دیگه هیچ کس گپ نمیزد، همه کس خیر میکرد، همه کس سلا برمی داشت. و در اون حالت هم تا جایی که در شرایط ایجاب میکرد، تا جایی که امکانات وجود داشت، دولت میره به طرف دیگه که جامعه رو دموکراتیزه بسازد. از باید. اولین ترانیه ببرای کارمل در شام شش جدی که تمام این آزادی ها را تضمین کرد دولت، اما بینید که شرایط چگونه را شده؟ آیا شرایط واقعا مساعد بود؟ باید. ما در صدد تصویب قانون اساسی جدید برآمدیم، زمینه را مساعد ساختیم برای انتخابات ارگان‌های محلی، قدرت دولتی، نوی جرگه، جرگه اقوام قبایل، همه اینا دایر شد که خواستای اینا جمع‌آوری شدن برای به طرف تنظیم قانون اساسی که دفعه هم کودتای چی شد؟ کودتای 14 ثور 65 شد. حدود 18 هم میگیریم. بله، افغانستان رفت در مرحله دیگر. در یک مرحله دیگر، ولی هر کدام از این مسئولیت‌های جداگانه دارن. ما نمیتونیم کلیش رو بگیم که دیگه سرکوب بود و فلان بود و فلان بود و کاری را که ترکی و فیضالله امین کرده کلیش پردیم سر پرچمی ها و چیزهایی رو که مثلا در آخرین روزهای قدرت دکتر سید نجیب الله صورت گرفته او را کلیش پردیم سر تمام حزب. خب اینا را هر کدومش در جای خودش باید مطالعه کرد. بسیار خوب جناب اجیر گرامی، یک چیز من خدمت شما بگویم که یک شش سال، ده سال بر دولتداری حتی در این ایالات متحده امریکا که ما زندگی میکنیم که 400 سال از تمدن از این میگذره و بزرگترین نیروی دنیا و بزرگترین امکان داره باور کنید که رئیس جمهورش که برای 4 سال میگه یه وقت کم است، با 8 سال میگه برای ما کم است برای تغییرات بنیادی در کشور آوردن. با استناد به گپای جناب سنگر که از دید زمانی هم یک مدت کوتاه بود و با بدبختی کلام که همین حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم بسیار با عجله امی پروسیجر به اصطلاح سیر تاریخ یک قسم قمچین زده شد، امی لوکوموتیو تاریخ یا امی اسب تاریخ که با پیش کش میکرد دگان از بگان، به این خاطر همه چیز با عجله شد. اما با بسیار حرفای شما موافق هستم، میگه با بچه ها جناب سنگر توضیح کردن در این مورد. آقای عظیم زیا میگه نظر شخصی من با جان عالمیار فرق میکنه، ایشان فراموش کردن که من حیث منشی جوانان و یا شاید هم حزبی در لیسه خیرخانه وظیفه داشتم و خلقی های بی سواد مانند سندیگل عمر من حیث مدیر مکتب کار میکرد در آن زمان بهترین ها اعدام شدند و یک تعداد وطن را ترک کردند. در آن خلقی ها و یا بهتر گفت امین جنایتکار خواهی شده که من چون نوشته از آب بود خواندم اگر این معمولا من نمیخوانم کار آغاز طالبانی شدن جامعه بود، امروز همه خلقی های امینی طالب است. جناب باشان دو سه پیام شما را خواندیم دیگه، یک زیاده دیگه باشیم که دیگه دوستان را بخوانیم. جناب داوری، نجیب داوری میگه سنگر گرامی، عبدالوکیل وزیر خارجه سابق در کتابش تحت عنوان از پادشاهی مطلقه تا جمهوری دموکراتیک از دست شوروی ها در کودتای ثور مستقیم و غیر مستقیم اشارات سری دارد. ایشان می نویسد که در سوق اداره کودتا یک مشاور شوروی در قوای چار زیردار جنرال رفی را کمک می کرد. از آن پرسیدن؟ والا این همونتی یک چیز تفسره کردن دیگه. بگذارم به این که مسئولیت دارد. خانم نادیه نثار میگه اختلاف بین خلق و پرچم بیشتر به خاطر تضادهای قومی و محلی بود، از این رو بیشتر اعضای پشتون زبان که دارای پایگاه قبیله‌ای و روستایی بودند در گروه خلق و بیشتر فارسی زبانان که دارای پایگاه شهری بودند در گروه پرچم جمع شدند. اختلاف در حزب دموکراتیک خلق فقط به جنای خلق و پرچم خلاصه نشد، ایده نیز برابری طاهر بدخشی از شاخه پرچم جدا شده و حزب تازه ای را به نام سازمان زحمتکشان افغانستان که به ستم ملی معروف است به وجود آوردند. طاهر بدخشی که از قوم تاجیک بود اعتقاد داشت که تضاد عمده
اساسی فعلا تضاد قومی و ملیتی است و بر سر مسائل قومی و زبانی تا سران حزب دموکراتیک خلق اختلاف پیدا کرد. بعد خاص تن ملی نیست به دو جنا خب این را باز توضیح میکنم. تشکر خانم نادیا، ما خود با بسیار پایتن موافق هستم و امیدوار هستم که میهمان ما جناب سنگرم موافق باشند. آقای عبید فخری میگن اشتباه رهبری در یک حزب خیانت است، باید اعتراف کرد که رفیق کارمل اشتباه بزرگ انجام داد. خب آقای عتیق عالمی اشاره میکنه که اسدالله سروری معاونش بود، مگر میتوانست در شوروی یک جا پروتکل کار مشترک را امضا کرده بودند؟ چیزی هر در این مورد دارین جناب با جواب آقای عالمی را پیش بسید؟ خوشحال میشون که این پروتکل بیرون بکشن. خلیل دلاران میگه دانش و فهم خلقی ها در سطح غنی گلبدین طالبان و داعش است و بود و از همان خاطر سر کلهشان امروز از گلبدین طالب و داعش بلند شده، از همان آغاز برنامه های قومی داشتند. نباید دیگر فریب خلقی ها را خورد و مانند داعش و طالب با آنان باید مبارزه شود. آنان در زمان قدرت خود فارسی زبانان، پرچمی ها و اقوام غیر پشتون را سر می زدند. به هر حال جوانان امروز میگه آقای راستا در کنار من پدرم نشسته که یکی از کادرهای سازمان جوانان، با وجود اینترنت ضعیف کابل بحث را میشنویم و پدرم میگویند که این خب این سنگر در آن حد نیست که در این مورد صحبت کند، زیرا در قدمه پایین و بی صلاحیت هست کار میکرد، اما از اصبای کلان کلان گپ میزند، از حرف های کلان کلان گپ میزند که اصلا خبر نیست و نبود. لطف کرده یک آدم با صلاحیت مطرح را دعوت کنید. اگه اجازه تان باشه یک مسئله را ما به جناب جوانان امروز بگویم که دوست عزیزی ما باور میکنین که انمی نور سنگر و جوانای دیروز به مراتب فهمشان، دیدشان، صلاحیتشان نسبت به بسیار بسیار رهبرهای دیروزی کده بیشتر است. دو دلیل داره، یکی که گذشت زمان ما را آب دیده ساخت، دیگری که اینترنت، سوشال میدیا، شرایط فعلی آنقدر حال مساعد شده که میتونید در یک لحظه به صدها سند و کتاب و فاکت ها و حقیقت ها شما دست بیافین. مسئله دیگر براتون میگم که جناب محترم، جناب سنگر، نویسنده، شاعر، یکی از کادرهای رهبری، یکی از چکیده های یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. شرایط فعلی نسل ها میرن، نسل های نو میان و از دید ما صلاحیت کامل صحبت نه تنها جناب سنگر داره که اتا شما یا هر کس دیگه در هر سطح که باشه بخواهد که امی پالیسی های ما رو مراد بکنن، میتونن یه بحث صحبت بکنن. این بسیار مشکل است که ما قضاوت بکنیم و نظر خود بگویم که کی صلاحیت داره کی صلاحیت نداره. یعنی ما با اندیشه های سابق باید ودا کنیم، با عادت های سابق که به اصطلاح داوری کنیم. آقای فدا لاروی میگن که وحدت حزب را اشتباه دانستن ضعف منطق و استدلال است. باز هم آقای فتا میگه که اگر رهبری حزب این عمل حزب را اشتباه میگوید نمیکردن، تمام جنبش مترقی خلقی و پرچمی نابود میشد. جناب خانم سایلا جان بسام میگه قبول کنید پرچمی و خلقی به تاریخ پیوست، حال به خاطر آینده نوزت مترقی و سمدهی جهانان شما چه طرح دارید؟ آیا پایان همین صده هم درگیر اختلافات خلقی و پرچمی باشید؟ سنگر صاحب کدام جواب داریم به این؟ ما که امروز بحث ما فقط سر گذشته حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مناسبت 56 سالگرد بود، نه برای اینکه مثلا شعارهای امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان چیز، ما برای فردا چه برنامه داریم. ما عمدتاً تمرکز کردیم سر رویدادهای گذشته تاریخ 56 ساله حزب ما و اون چیزی را که لازم بود برای گفتن، اون چیزی را که میفهمیدیم از برداشت‌های خود اونا را گفتیم. مسئله ای که یک تعداد موافق نیست با فعالیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا این کار میکنند از موجوده، چون مشکل ما نیست، مشکل خودشان هست. خانم شهناز آرایی که از رهبران ترقی و امین همکار خوب حزبی بودن، نقش دکتر مدیب الله در این پروسه چی بود؟ کدام طرف متمایل بود؟ خانم آرایی فکر کنم این بحث میره به یک سمت دیگه و جناب سنگر یک مختصر نقش دکتر نجیب الله را هم در موردش صحبت کرد. حتما در آینده ها در مورد نقش دکتر نجیب الله در رهبری هست دورانش دیگه با یک تا دوستا صحبت خواب داشته بیدیم. خب آقای
باشین که بازم جناب آقای فدا لاروی میگن که آقای سنگر متوجه باشید که نسل انقلاب هنوز زنده و در برابر شما قرار دارد. آقای قاسم انام میگه که جناب سنگر گرامی منظور نیست که خلقی ها به قتل میرسیدن، بلکه آنها باید به قتل میرسیدن که دستهایشان آنهایی به قتل میرسیدن که دستهایشان با خون بیگناهان رنگین شده بود. آقای اسدالله فقیری میگن در زمان امین یک نفر به نام آدمیار بسیار ظالم و خطرناک که شاید به ترور احمد ظاهر هم دست داشت. حال بحث ما به او سمت نمیبریم آقای فقیری. خب جناب فخری میگه که چرا ما با مردم آزادی ندادیم، دموکراسی را پیاده نکردیم و سیستم تکذیبی بود، آزادی بیان اندیشه وجود نداشت، مطبوعات آزاد نبود. ما فکر کنم به این مورد پاسخ داده شده جناب فخری که شرایط جنگی بود، شرایط زدن و کشتن بود، او طرف یک جبهه بسیار بزرگ در برابر حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجود داشت و 6 سال 7 سال برای حزب کفایت نمیکرد، جمعی که یک سلسله پرابلم های درون حزبی هم وجود داشت. بازم اگه سنگر فکر کدام گپ داره خوب در غیر از او پیش میریم. خب باشیم که آقای شمس میگن ظفر شمس که تمام حوادث را باید در چارچوب و جو همان شرایط اجتماعی سیاسی و بین‌المللی مورد کنکاش و دقیق قرار بگیرد. جهان به دو قطب متخاصم تقسیم شده بود، یک طرف کشورهای سیاسی، دیگر طرف کشورهای امپریالیستی. تمام حوادث و اتفاقات که در آن زمان اتفاق افتاده بود تحت تاثیر امین عوامل بود. خب از دوستا تفسیرها زیاد کردن، یک یک دارم میخوانم. متاز لاروی سر که جایشان خالی من میخوانم. جناب لاروی سر میگه این یک دروغ محض که سیاهی بود، حتما از ترکی و امین هم میگن که امین نوکر است، هیچ گونه سندی وجود ندارد. خب دکتر انجینیر فرید زیوری میگه آقای راستا اگر یکی از خلقی های سابقه دار را هم دعوت میکرده بحث جالبتر میشد. جناب زیوری گرامی باور کنین که ما از قبل فهوا و محتوای صحبت جناب سنگر صاحب را نمیفهمیدم و دیگه ای که امروز همی بحث همتون بود که در مورد تاریخچه دموکراتیک خلق افغانستان گپ زده شود. اگر دوستای خلقی ما استدلال هایی داشته باشند در آینده من دعوتشان میکنم. آقای فواد پامیری میگه که جناب عالمیار را چرا بالا نمیارد که گپ دلش را بزنند. جناب فامیلی رو خود تفسیر هم میکنم، گپ دل شما خوانده میگیم دیگه. حالا که بالا بریم باز اونم گپ های تکراری و باز اونم دفاع زمین و دیگه چقدر وقت داشته باشه برنامه ما که ما این کار بکنیم. عصیب وایدی میگه چند سال پیش بی بی سی به اسناد دست پیدا کرد ثابت میکرد همین جاسوسی هایی بود و از طریق رادیوی بی بی سی 4 اجازه پخش و نشر آن را امریکا گرفت، ولی اجازه پخش ویدیوی آن را به هر دلیلی که بود نتوانست حاصل کند. آن مستند چند کارمند سابق سیایی و کی‌جی‌بی این اعترافات رو نمودن که امین برای سیایی کار میکرد. در هر حال عزیز فرد میگه تجربه نشان داده که قوم و زبان پرستی جفای بزرگ بر جنبش مردم است. خب ما یک چیز دیگر را که امین لحظه لایف در تلویزیون بهار هستیم و یک دوست ما نشته کده وعده کده بودم، اما را من خدمت شما جناب سنگر صاحب میخوانم و توضیح هم باز میکنیم. نشته کده به رئیس تلویزیون یا صاحب تلویزیون جناب جبارخیل که آقای اسحاق کوکب اسمشان است، نوشته کرده تا جایی که من برنامه های جانبدارانه تلویزیون بهار در اوقات نشرات مطالب سیاسی را به گردانندگی همین آقای راستا تعقیب کردم، همیشه و همیشه یک جانبه و بت‌پرستانه به نفع یک جناح و بر ضد جناح دیگر بوده است، در حالی که یک عضو صادق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و وطن به همان اندازه باید خلقی باشد که پرچمی است و به همان اندازه پرچمی باید بود که خلقی است. این جملات بیانگر گفتار رفیق مرحوم و برکارمل است که بعد از مرحله نوین به اعضای حزب توسعه نمود، ولی این آله های دست دشمن و گفته همان سومین منشی عمومی حزب از نظر تاریخی هم اعتنا ندارد و همیشه وعده شکنی کردند. بنان اگر شما این آقا را این قلم را دعوت هم نمایید قبل از شما معذرت میخواهم، چون مصروف شدن با چنین عناصر ماجراجو زیاد وقت است. به شما رفیق محترم سپاس. آقای کوکب ما سوال کردیم، تقریبا 60-70 برنامه ما دارم علاوه از اینکه برنامه های دیگه در مورد مسائل مختلف دارم. بدای جای شک نیست که در برنامه هایی که ما اشتراک کردیم نظریات خود را گفتیم، اما اینم اینجا که ما گردانندگی میکنم تا جایی که امکان دارم ما تلاش میکنم که
جانبدارانه نباشه، اما حق سوال خودم دارم که ما سوال بکنم و سوال خودتان و نظر خودتان خواندم. اما جناب کوکب، شخص خودم باور کنین، من میبینم که اگه حزبی دواتشی یا خلقی یا پرچمی هم هستیم از نوبت صحبتهایتان معلوم میشه. اولین چیزی که هست مسئله عفت کلام است. در تفسیرهای پایین شما ما بسیار حرفای زشت دیدم، ما نمیخوایم این تفسیر کنیم. به این که اول خود تربیه بکنیم، آماده بسازیم برام تو گفتمان ها باز باز صحبت کنیم. آقای سنگر صحبت کرد، نظریات خود گفت، شما میتونید بسیار به شکل خوبش اینم تو که اینم تو بسیار خوب نوشته کردید، اما تو نوشته کنین والا ما کلش میخوانیم. آمدم پایین باز این کلی همین تفسیری که شما کردین چقدر مقبول هم نوشته کردین، مرم متهم ساختین، خوب کردین، راست میگین. براتون وعده میتونم که دیگه جانبدارانه نباشه، اگر جانبدارانه بوده مظلت میخواییم. اما برادر گلم، رفیق گلم، عفت کلام، توهین بر مردم، توهین کردن و دشنام دادن، اونو باز خواهی نمید شخصیت خود آدم زیر سوال میبرد. سپاسگزار هستم از شما. خب جناب زمیر میهنپور هم این داخلی لحظات با ما پیوستن، درود و سلام برشان میفرستم و اگر اجازه تان باشه امی تفسیر از اینا را میخوانم. آقای سنگر اگر حرفای در مورد آقای کوکب نداشته باشین میخوانم از آقای میهنپور. اینا با شما طرف دیگه با ما طرف دیگه. جناب میهنپور میگن که آقای سنگر برافی کارمال توهین نکنید. باید داشته باشید که در اولین صحبت خود در شش جدی اظهار داشت اشتباهات و افتخارات ما مشترک است. این حرف من نیست، حرف بزرگوار برافی کارمال است. خواهشمندم در مورد باعث اختلافات بیشتر نشوید. این به نفع وضع دیروز و امروز جنبش ترقی‌خانه کشور نیست. اختلافات میان رهبران دیروز بوده، ولی پرچمی و خلقی بعد از شش جدی در یک جبهه مشترک و دفاع از تمامیت ارضی خونهایشان یک جا روان شده. از این صحبت‌های تفرقه انگیز ابا ببرید و بر مشکل امروز کشور توجه نمایید. در غیر آن به صحبت جدی خواهم پرداخت که حیف دارم که وقت خود و وقت دیگران را ضایع سازم و گذشته از این خواست دشمنان افغانستان است. مطابق میکنم با شما جناب. بله. اول که ما مسائل در هر مرحله جدا جدا به بحث گرفتیم و بعضی حقایق که اتفاق افتیده در داخل کشور ما که نمیشه ما اونا رو نایدن بریم. حالا اگر به مزایینا برابر نمیایه، خوششون نمیایه، دست بردن به بیانات رفیق کارمل، رفیق کارمل دیدگاه خود دارم، نظریات خود دارم. ما اینجا نامدیم که تلو تجربه کنم بگیم که رفیق کارمل این حرف زده، این درست بود یا این غلط بود. من نتیجه تجربه و مطالعه خود من در مورد تاریخ حزب گفتیم، اون چیزهایی رو که شخصا مطالعه کردیم، اسناد کتاب ها رو خواندیم، شاهد بودیم، از بزرگا شنیدیم. اینا را حرفایی ده که مسئله که بگویم ما با خلقی ها توهین میکنیم، مسئله توهین نیست که اینا کمکارای ما بودن، رفقای ما بودن. من تا مسئله وحدت ما گفتیم با اینا وحدت، اگه با یک شکل دیگه میشد نه برای تشکیلاتی درونه هست، ما در یک جواب با اونا میرفتیم، در یک نوزت با اونا میرفتیم، شاید مشکلات ما کم میکنیم. چون بعد از شش جدی ها بیشتر و بیشتر درگیری ها سر تقسیم این چیز خلقی در اینجا کم است، پرچمی اینجا زیاد است، پرچمی اینجا کم است، خلقی اینجا زیاد است، خودش یک درد سر شده بود. یکی از مشکلات ما این مسئله بود، تقسیم اما چی باره یک خانمه که دو شوهر داشته باشه اینا دعوا بکنه زرگه برای ما خودش یک مسئله شده. بله بسیار خب. خب نظر جناب میهنپور بود، ما گفتم بیان کردم چیزی را که اینا گفته بودن و آخرین یادداشت همو بود. از اونا من سپاسگزار هستم که حداقل اونا برنامه ما را میبینن. اجازه بدین که در ختم بگویم که از همه دوستا سپاسگزار هستم، از آقای ظاهر دقیق، شاپور تماس، شایب ساختزیز، جناب بسام خونه خودشان هستن، مسعود میدی، مریم تماس، حیدر شکیب، بادر فضلی، خانم رمیدا امامی، اسدالله فقیری، محمد جنتگل، جناب وحید مردان و خانم سیما جان زیا، آقای مجید قیام و محمد علی ولیزاده و دوستای دیگه که ما رو میبینن.
دوستان عزیز، همین برنامه ما بود از دید جناب سنگر در مورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان و عملکردهاش. باز هم منتظر نظریات صحبت های شما می باشیم و برنامه های ما با روزهای شنبه و یکشنبه ادامه خواهد پیدا کرد. آقای سنگر، از لطف شما، از اینکه دعوت ما را قبول کردین، تشریف آوردین و صحبت کردین، ما از شما سپاسگزار هستیم. همچنان ابراز سپاس میکنم از شما و از تمام دوستایی که نظریات مثبت، منفی، تهدیدآمیز، توهین‌آمیز، هر کاری که کردن، برای همشان شادمانی، سلامتی، روزهای خوش، سالی که پیش رو دارن، سال پربرکت و پر از خوشبختی تمنا دارم. از جناب بسام هم تشکر میکنیم و جناب ترکمنی صاحب براتان سال نو تبریک میگم و یک دنیا سپاس که بیشترین تبصره های دوستان را بر ما روان کردیم و پالوی ما مثل کور استاد استیم. یک دنیا سپاس جناب سنگر. شب و روز خوش داشته باشین. بیننده های عزیز، شب و روزتان شاد. خدا نگهدار. پندارها و گفتارها، شمعی از جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمانهای پیرامون جهانبینی ها، تئوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غک